ببین صدا هست، تصویر هست، چتا باشه. برم با نام و یاد خداوند و عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیزم در کلاس TNT جابری. به به به، سلام و درود. سلام 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 سلام. وای ماشاءالله، اصلا نمیشه بهش ما ماشاءالله 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 ماشاءالله. سلام به روی ماه همتون و میدونید چقدر دوستتون دارم، حتی اونایی که شاگرد خودم نبودید بدونید یه معلمی داری عاشقتونه. مرسی مرسی مرسی، دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم. من یه دعا میکنم اول کلاس، مثل همه کلاس هم یه آمین تو ذهنت بگو، نمیخواد چت اینجا بیا بر من. دعا میکنم خدا بهتون جسم سالم، روح مؤمن و روان معتدل بده و سال دیگه این موقع شهر خوب، دانشگاه خوب، رشته خوب نشسته باشی و تو کلاس TNT میدونم چه لذتی میبری، میدونم چه لذتی میبرید. قربونتون برم، من اصلا نمیدونی چقدر منتظر این لحظه بودم خدا شاده که کلاس TNT رو شروع کنم. همین اول توی استوریا هم گذاشتم، باز یه تشکر از این همه استقبال، یه ماشاءالله تو ذهنت بگو، این همه استقبال از کلاس دکتر جابری. خیلی ممنونم، خیلی حال دادین، منم جبران میکنم، منم این همه محبت رو با همه وجودم میارم توی کلاس نکته و تست پیاده میکنم. قربونتون برم. دوستان فقط همین اول بگم، ما بچه ها پرسیدن، گوش کن، بچه ها پرسیدن طرح درستون بعضیا. دوستان من، طرح درس آفت کنکوره. میدونی چرا؟ چون وقتی من بگم امروز درس اول 12 هفته بعد درس دوم 12، کنکور که اینطوری کنکور نمیگیره. کنکور که نمیگه این جمعه درس اول، جمعه بعد درس دوم. کنکور که کنار تستاش نمینویسه درس 1 بعد درس 2 بعد درس 3. درست؟ حالا ببین چی میگم. ببین بله، حالا برنامه حال میکنیم. برای اینکه حالا یه لحظه چتا بسته، حسین جان چتا بسته، بچه ها به من قشنگ گوش کنن، دوباره چت رو باز میکنم، یه اوکی بدین درسمو شروع کنم. خوب گوش کنید. جابری میاد تو 2-3 هفته، امروز اصلا جلسه صفر، من جلسه صفر نمیفهم، جلسه 1. امروز چون بعضی کلاس جذب میذارم، ما جذب لازم نداریم، به لطف خدا بچه ها مجذوبند، مجذوب کلاسن، نه مجذوب جابری، چون میدونن جابری چه میکنه براشون با روش سریع، دقیق، عمیق. حالا میبینم اگه درس دادم تونستی نفهمی، بچه‌ای که میگید صفر صفریم، نترسید، میاید رو حداقل 50-60، بچه‌ای که رو 40-50 میاید رو 70-80 حداقل، بچه‌ای 70-80 میریم برای 90-100. ادعا داریم به لطف خدا، به اقبال شماها، سوادشو داریم، بیانشو داریم، برنامه‌شو داریم. چیکار میکنیم تو نکته و تست؟ گوش کن، اتفاقی که روز کنکور میفته رو یاد میدیم. دوستان روز کنکور شما دقیقاً وقتی که یه همچین فضای خالی رو ببین، وقتی که شما تست رو میخونی هیچ پیش فرضی راجع به تست نداری. چون خوبی کلاسای من اینه، یاددهی با نداشتن پیشفرض. تست ننوشته مجهول، تست ننوشته واژگان درس 2، تست ننوشته تست صفت، تست ننوشته به فارسی موضوع مد برو اونجاش پیدا کن. پس من میخوام بیام ببینم روز کنکور چی میشه و تو روز کنکور هی بخونی، هی بخونی، بگی جابری یادت بخیر، جابری یادت بخیر، جابری دمت گرم، دعا 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 میخوام، دعا دعا. 2-3 جلسه اول کل نکات گرامر و واژگان و ریدینگ رو تموم میکنم. گوش کن گوش کن گوش کن، چه حرفی. بعد فقط تست. آقای جابر 2-3 جلسه اول تست نمیزنی؟ کلی تست میزنم. میگم 2-3 جلسه اول بیشتر تدریسا رو انجام میدم با تست. تستا هم تمام، گوش کن، شاهد از کنکور و کتاب درسی. جابری از معلمایی است که مدعی است و به بچهای ضمن سال هم نشون دادم تمام سوالات کنکور ریشه در کتاب درسی داره، نه جمله کتاب، ولی الهام بخشش کتابه. خود جمله کتابو نمیدن که گاهی دادن، الهام بخش کتاب درسی است. تمام کنکورها، تمام کتاب درسی رو خط به خط تحلیل میکنیم و یه خبر خوش، هر هفته از هفته بعد یه امتحان میگیریم. امتحانات هفته های بعد حجمش کمه، چون فعلا حجم اولی که درس دادم مثلا اول 15 تا تسته، از جلسات بعد 25 تا، دیگه ماکسیمم رو 25 میبندیم مثل کنکور. خب و هر هفته که امتحان میگیریم یک پاسخنامه توصیفی قشنگ ضبط شده برات میذارم تو کانال تلگرام، که الان آدرس کانال رو میگم، تو آدرس کانال تلگرامی میری اونجا، از همین امروز عضو میشی، ماشاءالله، بگو ماشاءالله بالای 2000 خورده نفری. حالا بعضیا حال ندارن بیان کانال، من نمیدونم، بیای تلگرام رو، پاسخنامه هر آزمون هر فرداش میذارم، خودش جنبه آموزشی داره. من میدونم از همین نیم ساعت دیگه میگی جابری نگاه ما به زبان عوض شد،
نیومدم علممو به رخ تو بکشم. الحمدلله تنها معلمی هستم به لطف شماها که بعد کنکور تا 2 سال به شاگردان زبان ترمینج برای تافل آیلتس مکالمه یاد میدم. اونجا هی میگی جابری گفتی تو تی ان تی کنکور میاد، پس من میبینمتون، آبرومو حفظ کنم، آبرومو خدا داده و شماها. خب من فقط کانال تلگرامو بگم، dr_jaberi_tnt1. شما اگه تی ان تی هم بعد تو اردیبهشت داریم، تی ان تی 1 برید سابسکرایب کنید، عضو بشین. تلفظ واژگان به کمپلکس رو گذاشتم. امروز واژگان شروع نمی کنم، به احترام بعضیا که تازه به ما ملحق شدن که تا هفته بعد فرصت دارن 900 تا لغت رو حفظ کنن. نه اینکه هر هفته 40 تا 30 تا، این بازی ها رو نداره کنکور. سری بعد تو یکی دو هفته 900 تا لغت به کمپلکس حفظ کن، تازه من بعد کار دارم دوباره با تو لغت. خب چه جالب، گوش کن. این کانال تلگرام دوستان، جزوه رو میتونید از رو همین پنل جلسه 3 برای خودتون پرینت بگیرید. مدت‌ها فشار رو میگه آقا فیزیکال هم می‌خوام، دفتر فنی مرسدس جزوه رو فیزیکال آماده کرده، تو استوریام چند روز می‌ذارم. تلفن دفتر فنی هست، بهش واتساپ میدی، یه کتاب، یه دونه، بیشترم نه، یه دونه کتاب می‌خوام که از امروز کنار من تست بزنی. تستینو ویژگی آخر کلاس تستینو و کلاس تست نکته و تست جابری اینه. گوش، 1 حتما می‌فهمی، 2 حتما حال می‌کنی، 3 حتما ان شاءالله همو دعا می‌کنی، فقط بخون، فقط بخون. 4 کلاس اضافه نمیذارم و فوق العاده و نمیدونم رفع اشکال و بابا زبان یه درس ضریب 2 عمومی چقدر دیگه باید وقت تو رو بگیره؟ پس هنر تی ان تی اینه، کمترین زمان بیشترین تراز. برو کمترین زمان بیشترین تراز. اوکی رو بده جابری میخواد، پس اینو میخوام پاک کنم. dr_jaberi_tnt1 گفتم بعدن اونا که فیلمو میبینن. و امروز جلسه اصلی، جلسه جذب نیست. اوکی بدین معلمت میخواد شروع کنه. جزوه گرامر آمپول رو بیارین، صفحه چنده بگید صفحش هم بر. اوکی رو بدین، صفحش رو پیدا کنین تو جزوه. اونا که جزوه فیزیکال دارن صفحه داره. متشکر. صفحه 165، صفحه 165. ولی کلا وای با این نکته و تستی ها من چه بکنم امسال، میترکونم ایرانو. به به به، اگه اصلا فهمیدی کلاس چجوری میره، 10 دقیقه بین دو تایم، 50 دقیقه، 10 دقیقه استراحت، دوباره 50 دقیقه، 10 دقیقه استراحت میکنیم. بله سری دقیق عمیق، مرسی. بذارین درسمو شروع کنم. هر یه تیکه‌ای که تموم میکنم برای اینکه انرژی که بهتون میدم و ازتون دوباره باز پس بگیرم، نه که انرژی تو کم کنم، خودم هم دوباره انرژی بگیرم. واکنش میخوام، واکنش ها رو ببین. بریم. من اینو پاک کنم، چتا بسته. بچه ها فول گوش کنید، فول گوش کنید، فول گوش کنید. ببین اتفاقی که روز کنکور میفته اینه. 4 سوال اول رو گوش کن. 4 سوال اول گرامره، 76، 77، 78، 79. صورت سوال رو نمیخونی چون منحرف میشی، چون هیچی نمیفهمی، جوابا رو میخونی. ببین جابری عشقش اینه، میگه وقتی تو جوابا، ببین وقتی تو جوابا، وقتی تو جوابا با من باش. دیدی ایز یا آر پپه اومده، پپه چیه الان یادش میدم، همه هم بلدیم، قسمت سوم فعله. دیدید واز یا ور پپه اومده. حالا ببین این چقدرم آمپولی تر از و کامل تر از حتی دوره های کلی میگم، چون تو دوره های جامعه بچه هی میری آزمون های چرت و پرت رو میده. پس اگه تو گزینه ها ایز یا آر پپه دیدی، ایز پینتد، آر پینتد، واز پینتد، ور پینتد، حالا میگم. یا تو گزینه ها با من باش، هاو و هز بین پپه دیدی، یا تو گزینه ها هد بین پپه دیدی، یا تو گزینه ها بی پپه دیدی. بچه ها ته همشون پپه 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 داره، پپه پپه. یه بار حالا ببینیم، اول با هم حفظ کنیم. شعر هم نمیخواد، ایز آر پپه واز ور پپه، از این حرفا نمیخواد. ایز آر پپه واز ور پپه، هوا هز بین پپه، هد بین پپه، بی پپه. ببین هوا هز پپه خالی نه، هوا هز بین پپه، هد بین پپه. پس چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 تا. 5 تا میخوام برام بگی. ایزو آر پپه بگو، وازو ور پپه، هاو هاز بین پپه، هات بین پپه، ویل بی پپه. حتما تو 4 سوال اول تو جوابا میبینیم، یا نبینیم تو کلوز میبینیم. پس یه بار دیگه ایزو آر، این همو اما ایزو آر ها. من یارو خوب کوتاهش میکنم. ایزو آر پپه، ایز برای مفرد، آر برای جمع، الان میگم. ایزو آر پپه وازو ور پپه، هاو هاز بین پپه، هات بین پپه، بی پپه. آقا جابری یه کمی تند نمیگید؟ نه هیچون دوره میکنیم، عادت میکنیم.
میکنی. کنکور سرعتش اینه 48 ثانیه یه تست. با من باش. پس من تو جواب الان کلی حل میکنم. ببینی تو جوابا ایز یا آر پپه میبینم، واز یا ور پپه میبینم، هف یا هز بین پپه میبینم، هد بین پپه میبینم، یا بی پپه میبینم. خب پپه میدونی چیه؟ پپه قسمت سوم فعله که اکثرا آخرش یا صدای د داره یا نه داره یا ته داره. مثلا شما یه تولد از گفتن یه پپه. خب یعنی تو جوابا یا ایز تولد میبینی یا واز تولد یا هز بین تولد. اول این مهمتر از خود سواله چون تشخیص سواله. جوابا رو داری میبینی، هد بین تولد یا یه بی تولد، حالا قبلش یه کوفتی بوده بی تولد، تشینه بی تولد. یا مثلا شما ته اینا ریتن میبینی، میبینی نه داره، ده نته، بگو پپه ده نته، بگو پپه ده. پس یعنی یا تو is written, was written, has been written, had been written, be written. یا شما تو جوابا put میبینی به عنوان پپه، میبینی is put, was put, has been put, had been put, be put. پس پنج تا فعل رو اگه یکیشون رو دیدی، یا یکیشون رو یا دو تاشون رو میبینی، معمولا یکی یا دو تا، بیشتر نمیدن. پس چیاست؟ ایزو آر پپه، وازوور پپه، هوا هزبین پپه، هدبین پپه، بی پپه. خب آقای جابر، حالا ما اگه این جواب رو دیدیم چیه؟ اولا هم بگم 90%، نمیگم 100%، 90% جواب خودشون. یعنی اگه یه بچه خیلی دیگه تو زبان میگه آقا من اصلا اینقدر حال ندارم نمیخوام سوالو بخونم، همون یکی رو بزن با گارانتی من، ولی 10% جواب نیست. گوش کن، حالا چیکار کنیم؟ وقتی دیدیم اینا هست، یه سوال از خودمون میکنیم، میگیم نسبت سابجکت و فعل شدن است. اگه شدنه جواب یکی از این، یعنی جمله جمله یه مجهوله. حالا دیدی چقدر راحت شد عزیزم؟ اونی که میاد میگی مجهول رو درس بده بعد تست مجهول، فایده نداره، چون روز کنکور نمی نویسه جمله مجهول. تو اول جوابا رو دیدی، ایس پپه، واس پپه، هوا هز بین پپه، هد بین پپه، بی پپه. حالا میری میبینی نسبت اس و وی. جا بری اس و وی چیه؟ الان میرم تو صفحه آزاد باز میکنم، فعلا یاد بگیر. سری میریم به اس و وی جمله گیر میدیم. این یکی از مهمترین، یکی از اصلا نظر من مهمترین و طولانی ترین گرامر کنکور همینه. اگر دیدی نسبت اس و وی شدنه، مثلا دیوار رنگ میشه، بیمارستان ساخته میشه، پل تعمیر میشه، بیمار معالجه میشه، حافظ شناخته میشه، ها دکتر غریب احترام میشه، خب اگه شدنه میگه یکی ایناست. گاهی شانست میزنه، فقط الان حل میکنم، یکی اینا تو جوابه، جواب خودشه. ایس پپه تمام، یا واس پپه تمام، هز بین پپه تمام، هد بین پپه تمام، بی پپه تمام. اما اگه دوتاشون بود چی؟ پس حالا من میخوام اسوی رو تو صفحه آزاد باز کنم. اسوی رو میخوام تو صفحه آزاد باز کنم. نگاه کنید یه لحظه اینجا با من. خوب درگیره درسی ما، میفهمم داری توپ گوش میکنی. یه بار دیگه، پس من تو جوابا یه ایز پپه یا یه هزبین پپه دیدم که پپه نمیده کنکور، که میده همون دنته. آره مثلا میده هز ایز تولد، یا میده ایز ریتن، یا میده ایز کات، و بعد میده هزبین کات، یا میده هزبین تولد. یعنی من این دوتا رو دیدم. دوستان من، موضوع جمله یعنی آن که قبل از جای خالیست، چون تو جای خالی 4 فعل به شما داده. وی یعنی فعل، 4 داده. میریم موضوع رو نگاه میکنیم، موضوع جمله چیه. بهش نگید فاعل، هی میگید فاعل تست اشتباه میزنید، بگید موضوع جمله. این موضوع، موضوع یا بیمارستان، یا دکتر غریبه، یا حافظه، یا یک پیشرفته، یا یه شهر، یه کوفتی، یه اسمی موضوعه، یه اسمی موضوع. نسبتش رو با فعل میسنجید. اگه نسبت شدنه، ما نیاز به فعل مجهول داریم. حالا کدام مجهول؟ بچه ها گاهی شانستون میزنه فقط یه مجهول داده. پس یه بار دوره کنیم. یک، از جواب شروع میکنه. الان من حل میکنم، حال کنی. حل میکنم، حال کنی. یک، با من دوره کن. اینا همه زیر 30 ثانیه رخ میده. یا ایزو آر پپه، وازو ور پپه، هوا هز بین پپه، هد بین پپه، بی پپه. میبینی میگی سری میرم استووی رو میسنجم. پس باید، برای همینه که هر که به من دایرکت داد از این 2-3 هزار نفر، هی گفتم لغت بخون، لغت بخون، لغت در محدوده همون به کمپلکس. میبینی بیمار معالجه میشه، میبینی نامه نوشته میشه، میبینی فوتبال اختراع میشه، میبینی که واکسن تولید میشه. میگه شدن، یه دونه اگه شدن دادن، یه ایس پپه تمام، واس پپه تمام. حالا اگه دوتا دادن چی کار کنیم؟ گوش کن، کدوم مجهول رو بریم؟ وقتی ایز و آر پپه بریم، که اون جمله دلالت بر عادت یا واقعیت میکنه. مثلا برنج کاشته میشه در شمال ایران، the rice is grown in، داره آخرش in the north of ایران. این که برنج در شمال ایران کاشته میشه یه واقعیت. آقا اینا رو مثال میزنی؟ آره کلی حل میکنم، نگران نباش. بیا اینجا کی was over پپه بزنیم. پس کی is و آر پپه میزنیم؟ عادت و واقعیت.
کی وازا ور پپه بزنیم ور پپه؟ وقتی فضا فضای گذشته است. فضای گذشته مثلا تو جمله یه لست میبینی، لست خالی ها، since last now، during the last now، in the last now، last هم میجرس کن، last پوفت، last week، یا ago میبینی یا yesterday میبینی، میگه اینا همشون گذشتن، last ago yesterday. جابر اینا رو حفظ کنیم؟ نه، اینا رو با چش فقط نگاه کن حفظ بشی. خب کی هوا has been پپه میزنی؟ کی have یا has been پپه میزنیم؟ گوش کن، وقتی که میخوان جواب ماضی نقلی بدی. بچه ماضی نقلی شدن بگید، دیده شده است، خورده شده است، ساخته شده است، پپه شده است، کوفت شده است. که این کارا رو میکنیم؟ یک، وقتی یه سینس به اضافه گذشته ببینی، مثلا از دوشنبه پیش، وقتی یه فور به اضافه کوفت ببینی، وقتی دیورینگ دی لست با من باش، دیورینگ دی لست، این دی لست، over the last، تو رو خدا الان حفظ شین، نمیخوام حفظ کنید، فقط به چشم بشناسین، during the last، in the last، over the last. عجب دیگه چی؟ بازم ادامه داره، اگه yet دیدیم هنوز، اگه این چقدر علامت داره، برای همین خیلی استفاده میشه، recently و lately دیدیم اخیراً، اگه so far و up to now دیدیم به معنی تا حالا، عجب میشه همون ماضی نقلی. یه بار دیگه، یه بار دیگه، تو جوابا با من باش، تو جوابا ایزو آر پپه، وازو ور پپه، هوا هز بین پپه، هد بین پپه، بی پپه دیگه. اینجوری تست این کنکور اینجوری دعا میکنی، نمیری سر کنکور بنویسه تست یک مجهول، میبینی تو جواب is painted، was painted، has been، خلاصه is or pepe، was over pepe، این که تون تون بگو، هوا has been pepe، had been pepe، بی pepe. بعد میری زود SOV رو نگاه میکنی، آه بگو الان مینویسم آخرش، SOV رو نگاه میکنی، میبینی نسبت SOV شدنه، میگی بچهور جوابه، یعنی همون یکی از اون پنجتا، حالا دوتاشون رو داده، نگاه میکنی اگه عادت واقعیت is or pepe، اگه زمان گذشته است was over pepe، اگه since گذشته for طول زمان، during the last، in the last، over the last، yet recently or lately. فقط هی ببین اینا رو، دو سه هفته که هی ببینی برای امتحانای من و تکلیفای من، دیگه میره تو مخت، هوا هز بین پپه. دو تا دیگه مونده، بریم بریم بریم، داریم میترکونیمش. کی هد بین پپه بزنیم؟ کی ماضی بعید؟ آها، این وقتیه که تو ماضی بعید میخوای. ماضی بعید چیه؟ همون شده بود، دیده شده بود، ها، نوشته شده بود، ساخته شده بود، پپه شده بود، کوفت شده بود. کی شده بود میزنیم؟ وقتی شما تو جمله بیفور داری، before داری، یا وقتی تو جمله by به اضافه گذشته داری، مثلا تا سال 1989، وقتی شما تو جمله previous داری، previous داری، وقتی تو جمله شما until گذشته داری، مثلا تا دیروز. پس یه بار دیگه، before دیدی، by گذشته دیدی، previous دیدی، until گذشته، میری تو گذشته های دور، میگی نامه نوشته شده بود قبلا، تا دیروز نوشته شده بود، previous یعنی قبلش، هفته قبلش نامه نوشته شده بود، تا دیروز نامه نوشته شده بود. وای چه درسی رو داریم تموم میکنیم بچه ها. ببین 20 دقیقه کلاس گذشت، من که نفهمیدم، تو هم نفهمیدی. یه بار دیگه جابری، هی دوره 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 بریم. اگر تو جواب ایزو آر پپه، وازو ور پپه، هوا هز بین پپه، حد بین، آماده باشا، چون میخوام حالا کلی تست بزنم، تست بزنم تا خود 1400. ببین از رو جواب ایزو آر پپه، وازو ور پپه، هوا هز بین پپه، حد بین پپه، بی پپه، میگیم سری نسبت اسوی، بگو موضوع با فعل، بگو موضوع با فعل گزینه ها، نسبت شدنه، نامه ایست که نوشته میشه، فوتبال اختراع میشه، ماشین ها، یا یه ویروسی کش میشه، دکتر قریب احترام میشه. بسیار خوب، سری میگی مجهول جوابه. اگه یه مجهول داده که دیگه خیلی خوب، همون یه مجهول. اگه دوتا داده، ایزو آر پپه برای واقعیت و عادت، وازو ور پپه برای زمانهای گذشته، یسترده لس اگو، هوا هز بین پپه برای ماضی نقلی شده است و شده امه، یعنی برای سینس و فور و دیورینگ دی لست و اوور دی لست و این دی لست و ریسنتلی و لیتلی و یت و سو فار و آپ تو ناو. اگرم هد بین پپه خواستی بزنی، باید پریویس و بیفور گذشته و بای گذشته داشته باشه. آخریش کی بی پپه بزنیم؟ جا بریم کی بی پپه بزنیم؟ کی بی پپه بزنیم؟ وقتی قبلش یه فعل کمکی داده، این دیگه قید زمان نمیخواد. وقتی قبلش یه ویل داده، ویل فعل کمکی آینده است که، یه کن داده، یه شود داده، یه ماس داده، یکی از این فعل‌های کمکی رو داده، می داده، اون وقت تو دیگه میگی خواهد شد، میتونه بشه، باید بشه، معنیش رو چی کار داری؟ اینجا شدن شده، یه کوفت از این کمکی هارم داده، یعنی ویلو کن و می و ماست داده. اگه ویلو کن و می و ماست داده، جواب بی پپه. اگه ویلو کن و می و ماست داده، جواب بی پپه. حالا یکی دو تا چیز دیگه هم بگم، بعد یه واکنش بگیرم، میخوام برم تست بزنم. پس تا اینجا چی شد؟ خلاصه کنم، اونی که تو مغز شاگرد من باید باشه اینه، باید اول تو جواب یه دونه ایز آر پپه
یا یه وازور پپه. نگاه کن دارم همه رو برات می‌نویسم که روز 1401 فقط بگی خدایا چی گفت اون روز. یکی اینا رو می‌بینه، میره نسبت اسووی رو می‌سنجه، می‌بینه نسبت اسووی چیه، بگو شدنه. وقتی میره اسووی شدنه، میره چی رو انتخاب می‌کنه، فعل، بگو مجهول رو انتخاب می‌کنه. اگه دو سه تا فعل مجهول بود به قید زمان نگاه می‌کنه، عادت و تکرار الان حل می‌کنم، ایزو آر پپه، گذشته است وازور پپه، ماضی نقلی هوا هزبین پپه، ماضی بعید حد پپه، کن و کود و شل و شود و ویل و بفمه و مایت و فعل کمکی داده بی پپه. بچه تا اینجا واکنش بدونه. حسین جان چت میخوام از بچه های عزیزم، یعنی برو اون روز کیف کن، حالا بذار تستا رو بزنم جا میفته، الان که داری میفهمی، بذار جا بیفته، بذار جا بیفته. عالی عالی عالی، ماشالله، به به، بیاد ببینم، بیاد ببینم. کل مجهول تا 5 دقیقه دیگه تمام است، حال کنید. برو اگه جای گیره تو باید برو اونجا. مدعیم به لطف خدا، چون خدا کمک کرده، شما دعا کردین، نشستیم سالها درس خوندیم با تجربه و علم، اومدیم مخلص شما، نگید از خودش تعریف میکنه، مخلص شما، مخلص. مرسی. چطا بسته. حالا بوش، حالا بعد که تستا رو میریم با هم رنده میکنیم، قشنگ این تست سخته، چقدر راحت به جواب، چون بچه هایی حالا میگم تستو چجوری میکنن، بیکاره میکنن خودشونو بعضی وقت. یه چیز فقط یاد باشه، حالا وقتی نسبت اسووی شدن نیست، آها، نتیجه فعل مجهول جواب نیست، فعل مجهول جواب نیست، یعنی فعلا اگه اسووی شدن نبود، گزینه واز پپه رد میشه، ایست پپه رد میشه، هز بین پپه رد میشه، هز بین پپه رد میشه. حالا جواب چیست رو بعدن درس میدیم، بعدن زمانهای معلوم رو. پرید چرا؟ پریدی چرا؟ بعدن زمانهای معلوم رو درس میدیم، درس خواهیم داد تحت عنوان زمانهای گذشته، درس میدیم که جواب یا ماضی نقلیه یا ماضی ساده است یا ماضی استمراری یا ماضی بعید. ولی یه یادگاری از جابری داشته باشه، گوش کنید، یه یاد، این امروز یادگاری، این امروز یادگاری، با اینکه ما رو جلسات بعده، وقتی جواب فعل مجهول نیست 90%، ببین، وقتی مجهول نیست، اون روز بگید تو رو خدا این چقدر کنکور رو میشناسه، وقتی مجهول نیست 90% جواب یا هوا هست پپه مازی نقلی یا حد پپه مازی بعید. ببین بین دیگه نداره، اگه بشه هوا هست بین پپه نقلی مجهول، بین پپه نه، هوا هست پپه، هوا هست پپه، حد پپه، یعنی یا نقلیه یا بگو بعیده. جا بری از کجا نقلی بعید رو تشخیص بدیم، یا علامت داره، علامتاشون امروز گفتم، یا علامت داره، پریویس بود حد پپه بزن، بیفور بود حد پپه بزن، سینس بود هوا هست پپه بزن، ریسنتلی بود هوا هست. یا رو علامت ها میزنیم خوراک، یا اگه علامت نداره، این یه اثری در حال داره، الان یاد میدم، این یه اثری در گذشته داره. وای جابری داری میفهمیم، ولی میخوایم تو تست ببینیم. چشم، یه بار با من حفظ کنیم الان داستان چی بود. یک فعل مجهول رو دیدیم، ایزو آر پپه، وازوور پپه، هوا هز بین پپه، سری رفتیم اسووی رو معنی کردیم، اکثرا اسووی معنی شدن میده، فعل مجهوله، گوش کن. حالا میگم گاهی اسووی معنی شدن نمیده، مثلا اینجوریه، موضوع جمله دکتر، فعل گزینه ها معالجه کردنه، دکتر معالجه میکنه، میشه دیگه نه. موضوع جمله انجینیرز، مهندسین، فعل جمله تعمیر کردنه، مهندسین تعمیر میکنن، این دیگه مجهول نیست. موضوع جمله دانش آموز، فعل جمله انجام دادن، دانش آموز انجام میده، این دیگه مجهول شدن نیست. خب میگیم وقتی مجهول نیست معلومه، معلومه رو درس میدیم. ولی امروز یه نکته یادگاری جلسه اول، من میشه نمیگم صفر، صفر بار منفی داره، یه نکته یادگاری، هرگاه مجهول جواب نبود نمیشه تو کلاس جامعه از اول اینجوری درس بدی. به چه زبونی بگم؟ هرگاه مجهول جواب نبود 90% اگه این دوتا رو دادن جواب ایناست، یادگاری، یعنی یا هفگانه یا هدگانه، یا هفریتنه یا هدریتنه، یا هبا هسپپه یا هدپپه، یا علامت داره یا اگه علامت نداره بگرد، قبل و بعدش جملات حال بود هبا هسپپه بزن، جملات گذشته بود هدپپه بزن. میخوام نکته آخر رو بگم، مجهول رو ببندم، گوش کن، بعد تو اوکی بدی حال کردی، میخوام برم تست بزنم، گوش کن، حالا با من باش، با من باش، با من باش، با من باش، ببین عزیزم که اتفاق جالبی قراره الان اینجا بیفته. دوستان من یادتون باشه
فعل لازم اگه تو گزینه ها بود، تو گزینه ها فعل لازم دیگه کدوم صیغه است؟ جا بری دوستان از زبان فارسی بلدید، فعلی که مفعول قبول نمی کنه. فارسی بگی، فعلی که چه چیز را چه کس را قبول نمی کنه. دوستان من، آمدن چه چیز را آمدن داریم، اتفاق افتادن چه چیز را اتفاق افتادن داریم، اپیر به نظر رسیدن چه چیز را به نظر رسیدن داریم، ارایو رسیدن چه چیز را رسیدن داریم. اینا فعلای لازمن، یعنی اینا مفعول قبول نمی کنن، یعنی اینا مجهول ندارند، یعنی اینا ایز پپشون غلطه، واز پپشون غلطه. یعنی اگه بگی واز واکت غلطه تو گزینه ها، یعنی اگر بگی ایز ارایوید، یادتونه که پپه اینا دو نوته دیگه، پپه دو نوته، غلطه. یعنی اگر بگی هاز بین اپیر تو گزینه ها غلطه. من اینجوری میخوام شاگردن که یه کلی بریمش مجهول بگی شاگرد توی دریا غرق بشه. بچه ها مجهول حول سه محور میگرده، با من گوش کن. یک، سری گزینه های مجهول رو میبینی، ایس پپه، واس پپه، هوا هزبین پپه، میری میگی اسوی شدن مجهول رو انتخاب میکنی، علامتاشو گفتن. نکته دوم، اگه نسبت اسوی شدن نبود فعل معلومه، بعدن درسیم، ولی یه نیم نگاهی به هوا هزبه به حد پپه داشته باش. نکته سوم، فعلای لازم مجهول ندارن، ایس پپه واس پپه ندارن. پس من خواستم شاگرد من پایان مجهول سه چیز رو با جابری بلد باشه، سه چیز رو بدونی بسه. یک، این چشما، ببین این چشم شماست، چشمتون اول میفته به فعل گزینه ها، بعد میره میبینه فعل گزینه ها مجهول داره، میره میبینه نسبت اس و وی شدنه، فعل مجهول رو انتخاب میکنه. نکته دوم، میبینه اس و وی شدن نیست، نتیجه فعل مجهول نیست که الان میریم حل میکنیم. نکته سوم، فعل لازم مجهول نداره. بچه ها درس رو باید تا اینجا فهمیده باشی. حالا جابری باید میخواد understand و فهمو بکنه، learn. اینا رو از من شنیدین دوستان، به پیج اینستاگرامی من دوست داشتید بپیوندید. راجع به مولوی میگم، راجع به روانشناسی نوین میگم، راجع به education psychology روانشناسی تحصیلی میگم. اینا رو لطف خدا دوست داشتم خوندم، توضیح میدم، میفهمم دارم چی میگم. میخوام understand تو بکنم، learn. میخوام فهم تو بکنم، یادگیری. با چی؟ با problem solving، حل تست. اوکی بده اول مطلبو گرفتی که دیگه نخوام، یعنی دو دقیقه بخون تو هفته بعد، دو دقیقه بیان ببینم. ماشاءالله، بله، آمپوله. مرسی که انقدر عشقین. بازم تشکر. یکی گفته آقای دکتر، یعنی انقدر میگی شاگرد داری لازم نداری، هر که بیاد قدمش رو چش، ولی شاگرد زیاد داریم، قدم همتونم رو چش، مخلص همتونم هستیم. حالا میبینید، گوش کنین. جزوارم که دفتر فنی مرسی سعی کرده با یه قیمت خوب به دستتون برسونه، ما مخلص شما هم هستیم. بریم ببینیم چتا بسته. من یه لحظه این چایمو بخورم که حسین عزیز ریخته. حالا ببین میخوام چی کار کنم. نه جلسه بعد دوباره نمیگم، یه پیامم تکرار نکنید. خب بریم سراغ حالا تستا رو حال کن. بریم دوباره تو جزوه گرامر آمپولمون، بریم تو گرامر آمپول. بیا کجا بودی؟ یواش بیارم. در ضمن من تعداد اینا رو پنل کم میکنم، امروز میگم آخر کلاس چه کدوم یکی از پی دی اف ها رو برای جلسه بعد برمیداریم. تو پرنده جلسه صفر میمونه، ولی برمیداریم که یکم پنل ما خلوت بشه. گرامر همنشینی، گرامر آمپول. بیا بچه ها، حالا لطفاً به حل تست تمام ماره کنکور سراسری گوش کنین تمام، بعد بیریم 99400 رو خواستم اصلا از این حادثه خود دفترچه، مواجهه با خود دفترچه خود کنکور رو دانلود کردیم گذاشتیم که تو ببینید دقیقاً چه اتفاقی میافتاده. مرسی، حالا با من باشید. روز کنکور نری با لحجه بخونی Do you know that Maria is a computer programmer of the company? Was invited, is invited, has been invited. Is it on اینا؟ سری میگی was inviting, is inviting. اینا که ING هیچ. Has been Pepe ده داره. Is going to. یه دونه مجهول بیشتر نند. حالا بریم ببینیم.
گزینه ها جنس اینوایت دعوت کردنه. آیا میدانی ماریا از به عنوان درس یک داریم؟ این خیلی مهمه. آیا میدانی ماریا به عنوان برنامه‌ریز کامپیوتر دعوت میکنی یا دعوت میشه؟ دعوت میشه، شده. چند تا مجهول داریم؟ یک. تمام. بگو به 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 خودت. بگو به به. بگو به. بچه‌ها بریم بعدی. آر بیلد نه، ور بیلدینگ نه، چه آر بیلد. ور بیلدینگ آی ان جی نه، هاف بیلد نه، این بیلد دوباره نه. هاف بین پپه. مجهوله. هاف بین پپه. هاف بین پپه. بیلد یعنی چی بچه‌ها؟ ساختن. اینایی که میگن بشین این مکملا رو بخونید، پراسپکت وردار. یه موقعی بچه میگه من انقدر زبانم ضعیف بیلد رو نمیدونم ساختن. خب بدون. حالا آپارتمان، موضوع جمله آپارتمان. آپارتمان میسازی یا ساخته میشه؟ بگید دیگه، خودتون بگید. ساخته میشه. اوه. چهار. بریم. has offer، offer پیشنهاد کردن. آها داشتیم تو واژه‌نامه. has offered. has pepe نه مجهول نیست. has pepe. has been pepe. had بین پپه. اول دوتا مجهول داده بهت. او. خب بریم ببینیم. او یک شغل دیگه، چون وان برمیگرده به شغل، میگه او گفت که او نیازی به شغل نداشت، زیرا او موضوع او شغل بهتری قبلا بهش پیشنهاد کرده یا شده؟ شده. پس شدن میخوان. پس جواب یا سه، ببین زیرش خط، یا چهار. دوستان من بیفور داده، ماضی بعید دیگه. او چهار. ماشاءالله ماشاءالله. The teacher taught the lesson. has had has been had been پپرم خودش تو سوال داده ریویود ده داره دنته بچه ریویو دوره کردن دیگه حالا بگید معلم فکر کرد که درس دوره کرده یا درس دوره شده درس دوره شده نسبت اس با وی چیه بگید شدنه دیگه از این راحت تر نمیشه مجهول پس جواب یا سه یا بگو چاره به من اول یه بار خط بکشم میگم ا فعل مجهول داره دوباره خط بکشم میگم ا فعل فعل شدنه حالا دوستان من بیفور داره پس جواب گزینه چنده؟ چاره Over the past few years medical researchers had research گوش کن have been research research تحقیق کردن have research will have یه دونه مجهول داره حالا گوش کن یه دونه مجهول داره با من باش خوب گوش کن موضوع سوال ریسرچر ریسرچر محققه محقق تحقیق میکنه یا تحقیق میشه محقق تحقیق میکنه کنندگی شدن نیست پس مجهول نیست فعلا در حد جلسه اول باید بدونی گزینه دو جواب نیست وای چه تستی هم بوده ولی من به شما همیشه گفتم وقتی تو معلومه هفت پپه دادن بدون احتمال زیاد این از من اینجا داشته باشه یادگاری یکی این دوتا جواب حالا آقا جابر علامت داده over the past و during the last و in the last گفتم ماضی نقلی هوا هست پپه گزینه سه بگو وای تست شیش ماره بعدنه ماره شما نیست اشتباه اینجا اومده بعد میگم ها. تو بحث ماضی هست برو تست هفت answer be answered be answered to be answered be answered have answered دو تاش مجهوله گفتیم اگه is or pepe was over pepe have or has been pepe had been pepe be pepe سری برو ببین آن نمیتواند آن یه چیز دیگه آن نمیتونه جواب بده یا جواب داده بشه آن نمیتونه جواب داده بشه شدنه او کن هم که داده فعل کمکی گفتیم کمکی داد be pepe can be pepe will be pepe may be pepe must be pepe بی پپه وای ببین مهم اینه که شاگرد با خیال راحت درست بزنه هی یه تایی دلش یه تردیدی نداشته باشه بچه ها بی پرادیوست بی پپه ده داره دیگه بی پپه بی پرادیوستینگ نه مجهول نیست پرادیوست خالی مجهول نیست پرادیوست خالی مجهول نیست خب بریم سانگلاسز آر گوینگ عینک ها عینک میره که گوش کنید سوال عینک تولید میکنه یا تولید میشه چون گزینه ها تولیده عینک تولید میشه دوباره شدنه تنها مجهول یک ماشاءالله تموم شد دوباره واکنش های رویایی میخوام از هم به خود قسم میخوام در محضر خدا در محضر خدا آخرتمون رو نمیفروشیم به دنیای خودم و شما تا حالا نکته و تست اینجوری ما برگزار نکردیم نوش جونتون برو تست نو اول روز کنکور سوالو میخونی نه خیر بیخود میخونی چون میخونی هری اپ دیس انفورمیشن میگه انفورمیشن اسم غیر قابل شما نشه هر چی نکته هی خوندی داره یادت میاد به چه دردی میخوره این اطلاعات اضافیه بریز دور بگو بی پپه بی آی ان جی نه این مجهول نیست بی اینگ پپه اینم مجهوله بی پپه اینم که نیست
حالا بریم ببینیم این اطلاعات موضوع اطلاعات باید گزینه‌ها فرستادن سن اطلاعات باید بفرستی یا فرستاده بشه فرستاده بشه شدنه خب قید زمان نمیخواد چون شود داده گفتیم اگه شود داد ویل داد می داد ماست داد کمکی داد بی پپه اوه من 5 تا مجهول خواستم روی چقدر حرف اضافی میزنم ده الو هاف الود بی الود او مجهول این بار چیز بوده؟ مار کلوسس چه تست سختی هم بوده الو اجازه دادن پس این اجازه داده شدنه بی پپه اینم آینجی این مجهول این سه تا مجهول نیست یعنی معلومه حالا بریم I wonder why he should من نمیدانم چرا او باید او اجازه بده ماشین رو بس استفاده کنه باید بهش اجازه داده بشه باید بهش اجازه داده بشه وسیله رو استفاده کنه should هم داده اصلا یه مجهول هم بیشتر نداده دو تا هم داده بود چون should داده بی پپه آی 11 همه کنکور میخوام ببینم حالا اینجوری حال میکنه روز کنکور چه اتفاقی میفته بگو سوال میکنی نه forced he forced that forced was forced میگه فعل مجهول داره اول چک کنم ببینم مجبور شدن میخواد یا مجبور کردن after breaking his leg بعد از اینکه پاش شکست در تصادف خب مجبور شد بره یه جای دیگه مجبور شد یه شد بیشتر نداره او 4 این تست رو خیلی دوست دارم چقدر اشتباه زده بودن تو درست میزنی هت پپه واز پپه میگه ای مجهول داره پینت یعنی نقاشی کردن خب پس این نقاشی شدن ها یاد باشه هت پپه بود خب دیگه مجهول نداره یعنی دیگه ایز آر پینتد واز اوور پینتد هاو هاز بین پینتد هت بین پینتد بی پینتد فقط یه واز پینتد داره موضوع جمله شی شی او آن را نقاشی میکند یا اون نقاشی میشود اون نقاشی میکند معلومه یعنی چی معلومه؟ یعنی این جواب بگو نیست این جواب نیست ولی باز شما بری گفته بود یه نیم نگاهی تو رو خدا حالا با اینکه بعد درس ماضی نقلی ماضی بعید بنداز قید زمان علامت داره نداره جابری گفت برو این قبل و بعدش جمله چی داده؟ جمله چی داده؟ جمله واز داده یعنی چه فضایی داده؟ بگو گذشته تا گذشته داد ماضی بعید بزن اگه به جا واز ای زمان حال داده بود نقلی یعنی گزینه سه رو بزن وای خودم میدونم لای هزاران بچه دارن حال میکنن یه نفوذی هست حالا مثلا دوست نفوذی گوش کن عشق کن با عشق کن باند بازی ران انداز من خودم گفتم همه معلم ها دارن زحمت کشن ما مدعیم داریم بهترین کار رو داریم در حد خودمون ارائه میکنیم کیف کن تستی که همه کف رفتن تو نمیری نید نیاز دارن نیاز داشتن تو نید they need are needed are needed حالا من میخوام با تو حل کنم بعضی از مردم فکر میکنن آنها که میخوان ازدواج کنن نیاز دارن یا نیاز میشن اونایی که ازدواج میخوان بکنن نیاز دارن یه کاری بکنن یعنی مجهول نیست نیاز دارند نه نیاز میشوند شدن نیست پس مجهول نیست حالا که مجهول نیست بگو معلومه آقا این چی؟ این اصلا مستره بعد میگم مستر فعل نیست اوه 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 آقا این چیه؟ این اصلا فاعل و فعله جمله فاعل داره دیگه نیاز به فعل نداره تو درس یک میگم براتون یک 11 که من آوردم گفتم ترتیب اجزای جمله خب حسین جان چت بده حسین رفت حسین جان چت رو بده ببینم بچه های ما چه حالی دارن دیگه مجهول رو میخوام تا لحظات دیگه گارانتید کنم هفته بعدم امتحان میگیرم پاسخنامه توصیفی میزنم تو کانال دیگه بهتره کن تو فقط هفته 5 دقیقه دورش کن ببین 5 دقیقه جواب بیاد ببینم چه حالی داریم ماشالله دوستو میگه من این سال کلاس زبان رفتم تازه دارم مجهول میگیرم ماشالله حالا این نکته گرامری امروز این تمام خوشحال مرسی حسین جان این گرامر برای امروز گرامر این تمام بعد میخوام برم نکته ریدینگ بگم گوش کن این تمام گوش کن مرسی دوستتون دارم حالا گوش کنین میخوام بریم با هم دیگه قبل از اینکه یه استراحتی بکنیم گوش کن با هم دیگه بریم کنکورا رو اینجا نگاه کن تو رو خدا روی پنل من اینجوریه انسانی 99 ریاضی 99 تجربه و مثلا توی جزوه خودتون شاید فرق کنه انسانی اما اول جزوه های فیزیکالتون فقط نگاه کنید درست باشه بیارین انسانی 99 چت دوستان بسته باشه لطفا چت دوستان بسته مرسی
مرسی مرسی مرسی. بچه ها انسانی 99، انسانی 99، انسانی 99 اووردید. چت باز باشه، فقط کسی یه موقع خدا نه، چون همه بچه ها مؤدبه، منم حرمتت رو دارم، خیلی هم شما حرمت منو دارید، ممنون. یکی پرت و پلا بگه، میگه حسین جون بنزش بیرون. چت بچه ها باز باشه، اووردید انسانی 99، انسانی 99، مرسی. انسانی 99 امید درست میشه، حسن نخون. سخت‌ترین جلسه اول دارم درس میدم. اوکی، حالا گوش کنیم، منم مخلص همم. حالا گوش کن، حالا گوش کن، گوش کن. سریع سوال رو میخونی، هی هز هز تو این که اصلا مجهونی، این آنا این که هیچ. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. من یکی از این هایلایتر ها اینجوری کنم. was invented. ببین زیرش خط کش، چرا اینجوری شد؟ بذار یکیشو درشت کنم. was invented. او واس پپه. was inventing would be invented. would درس دادم اصلا؟ نه. would انحرافیه. بنویس. would انحراف. بچه جامعه یادشون. گفتم جا بریم گفت would انحراف. خب حالا بریم. آقا 2.5 خط تست بگه نیست. انسانی 99. موضوع چیه؟ فوتبال. گزینه ها چیه؟ اختراع کردن. جواب منو بگین. چتا باز. فوتبال اختراع میکنه یا میشه؟ زود. فوتبال اختراع میکنه یا میشه؟ میکنه میشه بگو، میکنه میشه بگو، میشه 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 میشه. فعل مجهوله. یه لحظه میگن صبر کن، یه لحظه میگن صبر کن. چش بچه ها صدا و تصویر رو دارین؟ بچه ها صدا و تصویر رو دارین؟ من وقتی که قطع میشه توضیح نمیدم، خیالتون راحت، عقب نمیافتین. بله 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 بله، دوستتون دارم، ممنون، انقدر لطف دارین، مرسی، انقدر لطف دارین. خب یه بار دیگه، ما توی سوال 78 گفتیم از 76 تا سوال 79 گرامره، توی یکی اینا بریم ببینیم وازاور پپه. به به، دو مجهوله. فوتبال اختراع میشه، دو دیگه تموم شد. ببین یه مجهول داده. خطابم به معلمی نیست که انتا مجهول میگن. میدونید که حالا اگه اون دوست یکی از بچه‌ها هی بدش میاد، آقا تنها معلمی که داره منحصرا درس میده زبان رو بندم منحصرا. میدونم اونا تو اختصاصی میاد نه تو عمومی. آها بچه میگه آقا به این محدوده ای که میگید مطمئنید؟ absolutely yes، absolutely yes. بچه ها این انسانی 99، بریم بعدی. بعد انسانی 99 ریاضی 99 بیاریم. ریاضی 99 با انرژی، بعدش میخوام استراحت بدم. ریاضی 99، ریاضی 99، ریاضی 99. سوال 78 رو ببین دوباره، هی جواب رو خوندی مجهول نداره. ور فاوند بگه مجهول نیست. بچه ها فایند یافتن دیگه، فایند یافتن. آره وود فایند که انحرافیه، ور فایندینگ فاوند مجهول داره، یه دونه مجهول داره. حالا حالا منو جواب بگید. موضوع سوال آنهاست. آنها بالاخره آنها را، آنها آنها را پیدا کردند یا پیدا شدند؟ جواب، آنها آنها را پیدا کردند، کردند یا شدند؟ بگید کردند یا شدند. کردند. ماشاءالله ماشاءالله. پس مجهوله جواب نیست، آنها آنها را پیدا کردند، معلومه، ولی بعدن درس میدم. همین که فهمیدی یک نیست خیلی مهمه. بریم بعدی.
مشالمه هر سالم میدن. تجربی 1400. تجربی معنا حفظ نیستم که هست یا نیست، میخوام برم با تو پیدا کنم. تجربی 1400 اووردید یا نه؟ اووردین یا نه؟ بله بله. تجربی 1400 سال اول، همین تجربی امسال، تجربی 1400 گزینه مید ور مید ور پپه ایز دو آر پپه باز دو ور پپه هوا هد بین پپه هد بین پپه بی پپه، درست شد؟ اون فاوند تأسیس کردن گذشتش فاوندده باریکلا. بیا ور مید هد مید هف مید، اینا که مجهول نیستن، مجهول اینا بود هد بین پپه هف بین پپه. جواب گوش کن، جواب یا دو میشه یا اگه جمله مجهول نشه شدن نشه به احتمال زیاد 3 و 4. حالا موضوع جمله راگ تو لغتنامه گفتم قالیچه، موضوع قالیچه است. فعل گزینه ها میک ساختن، جواب بدین قالیچه میسازه یا ساخته میشه، بگید قالیچه میسازه یا ساخته میشه. الان این نکتهشو میگم باری کلا، میشه مجهوله، مجهوله. حالا بگذاریم که بای داره، آها بعضی، ولی من بای رو دین از اول نمیگم چون 90% مجهولای کنکور بای نداره. این فارسی دیگه، قالیچه ساخته شد با دست، پس بای میتونه به تو خبر بده که فعل فعل چیه؟ مجهوله. اگه نتونی گاهی ترجمه کنی که میتونی ترجمه کنی. مرسی، ترکوندید ترکوندید بچه ها. بعد از تجربی 1400 ریاضی 1400 بیارین، ریاضی قبل از من فعلا رو برین خودتون دیتکت کنید، دیگه منتظر من نمونید. بیا ریاضی 1400 had identified، has on، اینا مجهول نیستن، had pepe has was identified. identified دو بار بهتون درس میدم، شناسایی کردن، یاد میدم identified the body جسد رو شناسایی کردن، یاد میدم identified the face صورت رو شناسایی کردن، یاد میدم identified the crisis بحران رو شناسایی کردن، تشخیص دادن. باریکلا، اوکی اوکی اوکی، یه دونه مجهول داده. حالا بریم she body، اون جسد را، او جسد را شناسایی میکنه، او شناسایی میکنه یا شناسایی میشه جسد را، میکنه یا میشه؟ میکنه. او این شدن نیست، پس این مجهول، بگو بگو نیست. وقتی مجهول نیست یعنی جواب گزینه سه نیست، پس جواب احتمال زیاد یا یک یا دو، یا بعیده یا نقلی. علامت هم نداده ولی میگه the police asked، چه فضایی بهت میده؟ گذشته. وقتی گذشته داد بین نقلی و بعید کدومه؟ بعید. یک درس دادم، با اینکه بعید رو باید بعد افتر رو چیکار بگه؟ من افتر اصلا درس دادم، بگه اصلا افتر علامته، افتر با کوفت کلی چیز میتونه بیاد، افتر با زمان آینده میتونه، با زمان حالم میتونه بیاد. خوشم میاد چتا فعال. برای لغت برنامه داریم، چه برنامه‌ای بچه‌ها میدونن؟ همنشینی نکته تست لغت از هفته بعد رنده میکنم، تو فقط تو هفته بعد لغت‌ها رو تموم کن. خودشو نکته‌هاشو من میگم، نکته‌هاشو من میگم. بریم بعدی. دوست دارم دعا کنین که با همین چش نخوریم. کجا بودیم؟ بریم بعدی. بعدی چیه؟ بخونیم. علوم انسانی چه سالی؟ 1400. علوم انسانی 1400 نداره مجهول هست، نداره مجهول، یه ریز مجهولی داره بعد بهتون میگم، الان نداره چون مبحث صفته. برو هنر نبدا. راستی ببینم علوم انسانی 1400 فقط ببینیم تو کلوزش نداشته باشه. بچه کلوزش یه چک بکنیم، یه دقیقه کلوزو چک بکنیم، یه دقیقه کلوزو چک بکنیم. آها 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 آها. سوال 89 was done، نه دنته، انجام شده، was done، had done، was doing، did. دیگه هیچ کدوم اینا مجهول نیستن، فقط اون مجهوله. دو یعنی چی؟ انجام دادن. بریم ببینیم انجام دادن میخواد یا انجام شدن. سوال چند بود گفتیم؟ سوال 89. بچه سوال 89 رو پیدا کنیم. سوال 89، آنچه که چنگیز خان انجام داد یا انجام شد؟ به من بگید ببینم چنگیز خان انجام داد یا انجام شد؟ بگید. وای، انجام داد فعل مجهول نیست، معلوم گذشته است، پس وازدان جواب، پس وازدان جواب نیست، باید دید زمان معلوم بیاد که درس میدم، بعد درس میدم. وای چه کردیم امروز، چه کردیم امروز. میخوایم هنر 99 بیارین، بیارین، خسته نشید، بیارید بگید به به. هنر 99، هنر 99 مجهول میدی؟ نمیده اینجا. هنر 99 مجهول تو کلوز دما نمیدی؟ سری دیگه جوابا رو ببینید، سری دیگه جوابا رو ببینید، میبینید در نمیده. هنر 99 نده بود، جالب. ببین من دقیقا میارم بعد. هنر 1400، هنر 1400 بدو بیار، هنر 1400، هنر 1400، هنر 1400،
مجهول داده بهت بگو نه ده 79 داده او بچه اینجا بچه اینجا 79 have happened was happened او سری بچه میگه جابری گفت happen فعل لازمه رخ دادن مثل arrive مثل walk مثل come مجهول نداره پس آنچه مهمه دو جواب نیست سه has been pepper اینم مجهوله غلطه چون happen مجهول نداره منم قربونتون برم دو جواب نیست سه هم جواب نیست بچه ها به من بگید بچه ها من بگید خود به خود جواب یا یک یا چهار یا هفت پپه یا هت پپه یا نقلی یا بعید غیر زمانم نداده بریم ببینیم زمان حال داده قبل یا گذشته you could tell could گذشته can میتونستی بگی پس چون فضا گذشته است بگید ماضی بعید باری کلا چهار بریم بعدی چی بودیم هنر 1400 یکی دیگه مونده بعد میخوایم با هم استراحت کنیم تجربی 99 بریم تجربی 99 بیاین بچه تجربی 99 تجربی 99 خسته نشینا تجربی 99 تجربی 99 فعل مجهول اومد دوباره این همون که یه بار سال قبلش داده بودن نید داده آر نیدد هم داده نید داده نید نیاز داره آر نیدد مجهوله نیاز شدنه حالا برید ببینیم بعضی مردم فهم کنن آنها که میخوان ازدواج کنن نیاز دارن یا نیاز میشن مجهول نیست چهار غلط جواب یکه حسین شاهد اینجا صدای من باور کن میگیره بچون حالتون رو به من بگید مجهول پکیج تمام هفته بعد مجهول امتحان میگیرم ولی بعضیاش مجهول نیست چه کردیم به مولا در ساعت دوم reading comprehension رو دو نکتهشو با هم بررسی میکنم دو نکته reading comprehension در 32% بریم ببینیم جابری میخواد بدون متن سوال حل کنه حسین جان ساعت چنده دقیقا 3:52 4 شروع میکنیم یا علی چطور
خب صدا هست، تصویر هست. بچه ها سلام 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 سلام. خیلی ممنونم اولا از این هم محبت که الان برای من دایرکت فرستادید، این همه خیلی متشکرم. من اینا رو همه رو استوری خواهم کرد که هم برای من برانگیزانند است و هم بسیار انرژی بخش و روحیه بخش است برای مخاطبین سالهای بعد ما. خیلی ممنونم دوستان. جزوه ها روی پنل کامله، من آخر کلاس باز راجع به جزوه ها و هر کدوم از پی دی اف ها یه توضیح کوتاه میدم. دوباره کانال تلگرامو میگم، نگران نباشید. هدف ما کنکوره، هدف ما قلمچی نیست، اشتباه نکن. درسته ما به قلمچی ها میرسیم و رد میکنیم. جابری نمیاد برای قلمچی درس بده، جابری برای کنکور درس میده. نام احمد نام جمله انبیاست، مولانا میگه نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. از هر جا دوست داری لغت بخون، ولی لغتی که خودم. مرسی مرسی مرسی. حالا بیارید ریدینگ آمپول. تکلیفارم آخر کلاس مشخص میکنم و همین امروز میرم آزمون طرح میکنم بر اساس آنچه تدریس شده. ریدینگ آمپول رو بیارید. فقط یه خواهش دارم، یه لحظه تو دوربین با جابری. عاشقتونم، مخلصتونم، برای آینده شما حنجرم رو پاره میکنم. نوش جونتون، فقط یه چیزی بخون، بخون دوره کن، بخون دوره کن که بالاترین ترازو تو زبان بیاری. مرسی. چشم میگم، چشم میگم. بریم قربونتون برم. ریدینگ آمپول، آمپول یعنی چیزی که خیلی فشرده است دیگه. آمپول ریشه یونانی داره. خب حالا خوب گوش کن. یه نوع از ما اصلا تو ریدینگ متن رو نمیخونیم اول. اصلا من یه کتاب نوشتم به نام گریز از متن. نه اینکه پاک متن رو میذاریم کنار. تو بعضی از سوالا اصلا کاری به متن نداریم، فوقش میریم از متن تأییدیه میگیریم. گوش کن ببین، حالا اصلا اینجوری ریدینگ کار کردن دیده بودی؟ نگاه کن، حال کن. یکی از سوالاتی که همیشه تو ریدینگ ها میپرسن سوال تاپیک، یعنی میان میپرسن موضوع این متن چیه. خوب گوش کن، خوب گوش کن. اولا چجوری میفهمیم این سوال تاپیکه؟ هیچ. یا خود کلمه تاپیک رو تو سوال میدن میگن موضوع چیه، یا میگن مین آیدیا، ایده اصلی چیه، یا متن میگن مینلی کانسرند، مینلی دیسکاس، یه مینلی میدن عمدتاً، یا میگن پرپس، هدف از این متن چیه، یعنی موضوع متن چیه، یا میگن سابجکت متن چیه، موضوع متن چیه، یا میگن تایتلش چیه، یعنی موضوعش چیه. ببین میخوام بگم قشنگ آمپول به این معنی کپسوله. آه تموش. هر وقت تو سوال ریدینگ که از 8 تا گاهی 6 داشینه، یعنی تو هر ریدینگ یه دونه میپرسه تاپیک چیه. اصلا سوالو باید ببینید، طبقه بندی سوال. مین آیدیا چیه؟ مینلی کانسرن، مینلی دیسکاس، مینلی کوفت. پرپس چیه؟ سابجکت چیه؟ تایتل چیه؟ موضوع چیه؟ عنوان چیه؟ با خود میگه سوال موضوعه. سوال موضوعه. راه اصلی اینه که نه جمله اول، جملات اول پاراگراف ها رو بخونی جواب بدی. جمله الان من میخونم بعد ببینی. جمله اول پاراگراف ها رو میخونی میفهمی که نویسنده راجع به چی داره حرف میزنه. دو تا نکته توپ جابری گفته که تو راحت به جواب برسی. گوش کن. جابری میگه موضوع مفردتر است. گزینه‌ای که مفردتره. کدوم گزینه معمولاً مفردترینه؟ گزینه‌ای که اوان داره. به عبارت ساده‌تر، موضوع جمع نیست که 90%. آقا 10% رو چیکار کنیم؟ 10% دیگه. ببینم من یه سوالی دارم. کی تو ریدینگ میتونه یه روشی بگه که 100%؟ خودتون و دبیرایی که میشنن متن رو میخونید با 50% یقینم نمیزنید. نبین دبیرا میخونن چون 100 بار متن رو قبلا خوندن. میشه من 90 خیلیه. حالا چجوری 10 رو پر کنیم؟ یه بار خاصی موضوع جملات اول پاراگراف ها رو میخونیم میشه 100. موضوع گزینه مفردتر است. موضوع بار منفی ندارد معمولاً. معمولاً بار منفی بگو ندارد. موضوع گزینه چی بگو؟ مفردتر است. گیج شدیم چیکار کنیم؟ جملات اول پاراگراف ها رو میخونیم. گزینه مفردتر است یعنی گزینه‌ای که جمع نیست. من الان حل میکنم بعد چت میخوام، چون میخوام برم همه رو براتون حل کنم. پس یه تیپ سوالی که همیشه میدن، سوال که تاپیک چیه، سابجکت چیه، تایتل چیه، مین آیدیا چیه، مینلی چیه، پرپس چیه. سوال کنکور 98 رو ببینید. What is the. دوست دارم لذت ببرین، دوست دارم لذت. اصلا متن رو ندیدیم، متن رو ندیدیم. What is the subject of the passage. موضوع متن چیست؟ solutions جمع
ویس. آقا از کجا فهمیدی جمع؟ استاره دیگه، استاره جمع. دیفیکالتی، مشکلاتی برای آینده، جمع نیست. اما این چقدر قشنگه. ای این یه مشکلی هم داره، مشکلاتی برای مأموریت‌های فضایی آینده. چه مشکلی داره؟ مشکلاتی برای چتا باز باشه ببینم حسین جان. الان فهمیدید یک چرا جوابه؟ یک نوع جدیدی از زباله. میری سری جملات اول پاراگراف رو می‌بینی، میبینی راجبه زباله‌های فضاییه. بار منفی داره. مشکل کلمه‌ای است که بار نگاتیو داره. نگاتیو کانوتیشن. اینا بر اساس علم چیه؟ به نام سمانتیکس، معناشناسی. بله این روش‌ها 90% جواب میده. حالا می‌خوای صدش کنی، جملات اول پاراگراف رو می‌خونی، این راجبه زباله هاست. ولی اونی که متن اول می‌خونه، میره متن اسکیم اسکن می‌کنه، ادعاهایی که ما رو دوران زبان قدیمه، دیوونه میشه با اینا. مثلا می‌خونه useless solutions to difficulty. لهجه هم میاد. لهجه چیه؟ مگه کنکور لهجه‌تو می‌پرسه؟ معلومات می‌خوای بیا بعد از کلاس‌های کنکورم میان کلاس‌های زبانم، به امید خدا بالای 1000 نفر هست می‌دونه شرکت می‌کنن، اونجا معلومات زبانو ببین، اینجا مهارت رو ببین. بله کاملا در 10% موارد جواب نمیده. گوش کنید، عوضش یه کاری میکنه، یکی دو گزینه رو حذف میکنه. همیشه میگن در آزمون‌های مالتیپل چویس اینقدر که مهمه اینکلود کنی، مهمه اکسکلود کنی. اینقدر که مهمه فهمی چی جوابه، مهمه بفهمی چی جواب نیست. مرسی بچه. سوال دو رو ببینید، با من باشید. مرسی، خوشحالم که یک نفرم حرف اضافی نمیزنه. تو کلاس ما نبوده، یه بار یکی بود پرتش کردیم بیرون. حالا نگاه کنید. What is the main purpose of the passage؟ هدف اصلا سوالو بفهم. بعضی که اینقدر بس ببخشید، اصلا بچه اینقدر بعضی وقت پرتن باشون کار نشده، میاد دوباره کلمه purpose تو متن میگرده. هدف متن چی؟ من مکس میکنم که خودتون یه چیزایی بفهمید. To introduce a special type of to show the role of air in human survival and to prove the importance of oxygen for life. Unimportance. اونم که نداره. به من بگید چرا این کلمه میشه بی اهمیت. اثبات میکنه بی اهمیت اکسیژن رو برای زندگی. چرا به نظر شما این جواب نیست؟ چرا به نظر شما این جواب نیست؟ دوستان من، دوستانی که میگید روش یکی پرس، آقا روش 100% نداریم. مگه بتونی بشینی یه رو متن رو بخونی، یه رو من برات معنی کنم، بعد تو 10 دقیقه جواب بدی؟ 5 دقیقه است وقت کل متن، مسابقه است. چتا رو داریم یا نداریم؟ چتا رو داریم؟ درست سب کن، چون چت میخوام. عقل سلیم، بار منفی، ماشاءالله. To describe newly discovered unfriendly environments. اینم که جمعه. بچه جواب به نظر کدومه؟ بگید. جواب به نظر کدومه؟ ماشاءالله. 1. معرفی نوع جدیدی از مخلوقات. باور کن کسی که میرفت متن میخون نمیتونستی سوالو بزنه. متنش سخت بود، یادم راجع به یه نوع تکسلولی ها و آمیب و این حرفا. سوال 3 با من باش. What is the main idea of the passage؟ ایده اصلی متن چیست؟ Differences، مشکلش چیه؟ شاید 1% دیفرنس، یعنی دیدیم جوابای دیگه به درد نمیخواد، بریم دیفرنسز رو چک کنیم. جمع ویز، مشکلش چیه؟ جمع amount، جمع نه، مقدار خوابی که انسان ها نیاز دارن، مقدار مفرد. reasons، مشکلش چیه؟ جمع. جواب چنده؟ 3. برو ببین کنکور سراسر. انتخاب نکردیم ها، کمان که الان 99400 حل میکنم، تمام رو حل میکنم. کمان که کتاب گریز از متن نوشتم، کنکور 99400 رو بعدش اومد تحلیل کردم بر اساس گریز از متن. بچه what's the passage mainly about؟ اول بفهم سوال موضوعه. mainly میده، topic میده، main idea میده. history of money، حالا یاد بگیریم. اگه history دادن و گزینه دیگه مفرد نبود، اگه history دادن و گزینه دیگه مفردی نبود، تا
تاریخ چه 90% جوابه. متن راجع به تاریخچه پول بوده. میرفتی جملات اول پاراگراف 1 و 2 رو می‌خونی، راجع به اختراع پول بوده. درسته. هیستوری. هیستوری کی؟ وقتی دیگه مفردی تو جواب نیست. حالا آقای جابری یه گزینه میدن هیستوری، یه گزینه میدن مفرد. خب جواب یکی اون دو تاه. یعنی دیگه حالا میدونی وقتی جملات اول پاراگراف ها رو می‌خونی برای دو گزینه می‌خونی نه چهار گزینه. می‌خوام اینا رو بفهمید اینا چه اختراعاتی بود، کشفیاتی بود. مرسی. بریم. همش سر و سر. What is the subject of the passage؟ خوب گوش کن. دوباره موضوع پاراگراف چیست؟ Language loss. جمع؟ نه. How languages؟ جمع. Comparison of modern and old languages. جمع. The main difference between humans. تفاوت بین انسان ها و حیوانات. جمع. جواب. یک. با اینکه اینجا یک کمی بار منفی داره از دست رفتن زبان، ولی چیکار کنی؟ بقیه جمعن. واکنش میخوام، واکنش میخوام، واکنش میخوام. حالا برو روز کنکور دعا کن که یا سه گزینه میره بیرون یا دو گزینه میره بیرون. حالا بریم با هم نکته بعدم بگم، بریم کنکورا رو چک کنیم. امروز چون جلسه اوله و بعضی از بچه ها جزوه ندارن هنوز، گوش کن، و هنوز لغت ها رو حفظ کردن، بعد جلوتر نمیریم به احترامشون، دیگه هفته بعد همه توپ، همه توپ و مرتب و منظم ها، همه توپ و مرتب و منظم. دوستان یکی دیگه از سوالاتی که تو کنکور مطرح میشه گوش کنید، سوالات رفرنسه. گوش کنید، سوالات رفرنس دو جوره. گوش کنید، مخلصتونم، قربونتون برم، اینقدر حرفای قشنگ میزنید، چقدر شما ها نازی. گوش کن، سوال رفرنس میاد یه ضمیری مثل هیم، مثل ایت، مثل دیس، گوش کنید، زیر این ضمیر خط میکشه، میگه این به کی اشاره میکنه، به کی ریفر میکنه. یکی هم اینه که میاد یه لغتی رو مشخص میکنه، مثلا کلمه کامپلکس رو مشخص میکنه، میگه کامپلکس معنیش به کی میخوره. خوب گوش کنید، پس سوالات رفرنس یعنی بیشتر سوالاتی که ضمیر رو میده، میگه این او، این آن، این آنها به کی برمیگرده. خوب گوش کن، یکی اینه که یک کلمه رو میده میگه معادلش چیه. من راجع کلمه بگم، بعضی موقع شانس میارید این کلمه کلمه است که تو کتاب درسیه، راحت میرید گزینه رو انتخاب میکنید، امروز حل میکنم ببین. بعضی وقتا این کلمه ناآشنایه، با من باشین، اینجا باید بگردی نگاه کن چیکار کنی، از رو کلمات قبل و بعد توی متن میفهمی چی. الان من میگم شما معنی کن، آن ماده برای بدن پویزنس است، هر که بخوره میمیره. پویزنس یعنی چی پس؟ آن ماده برای بدن پویزنس است، هر که بخوره میکشه. پویزنس سمی مضر کشنده، واری کلا سمی مضر کشنده، واری کلا. حالا یکی دیگه، مادر اصلا دیووت تو کتاب نیست، ددیکیتد هست. مادر ترزا اموال خود را به فقرای هند دیووت کرد، یعنی چیکار کرد؟ مادر ترزا اموال خود را به فقرای دیووت بخشید، اهدا کرد، وقف کرد، واری کلا بخشید، اهدا کرد، وقف کرد. حالا یه لغت تافل میخوام بگم، آن سافیستیکیتد، انقدر آن مسئله آن سافیستیکیتد بود که همه حل کردن مسئله آن سافیستیکیتد، همه حل کردن. مسئله چی بوده؟ ساده، آسون، راحت، ماشالله. حالا جا بری با ضمیر چی کار کنیم؟ خوب گوش کن، وقتی یه ضمیر میدن مثل هیم، مثل دی، اولین سوالی که از خودت میکنی اینه که این ضمیر مفرد یا جمع. این خیلی مهم، مفرد یا بگو جمع. معمولا ضمایر مفرد مرجعشون مفرد، ضمایر جمع مرجعشون هم بگو جمع. از کجا شروع کنیم؟ بنویس. اول از خود جمله ضمیر شروع میکنیم، بنویس. اول از خود جمله ضمیر شروع میکنیم، به جواب نرسیدیم یه جمله قبلتر، یه جمله قبلتر دیگه به جواب میرسیم. حالا بذار من حل کنم، ببین چقدر اینا راحته. همیشه هم سوال ثابت کنکور یه مرجع ضمیر یا مرجع کلمه است. گوش کن بابا، 4% مفت، 4% هم الان گفتم موضوع مت، 8% میذاریم جیبمون. الان میگم، پس بریم از خود جمله ضمیر شروع میکنیم، اگه نه از یه جمله قبلتر شروع میکنیم. سوال منو نگاه کنین، سوال من، یعنی سوال اصلا من متن نیوردم. What does the word one refer to؟ کلمه one به چی برمیگرد؟ گوش کن، این اون جمله ضمیر بوده، یعنی این جمله ای بوده تو متن که ضمیر one رو تو کنکور زیرش خط کشید. one یعنی یکی دیگه ها،
مفرده. If this net idea works، یادتون باشه مرجع ضمیر بنویس، معمولا مرجع ضمیر اسم است، بنویس بنویس معمولا مرجع ضمیر اسم است. خب اگر گوش کنیم، این نت شبکه، آیدیا ایده، این دوتا اسمن میتونن مرجع وان باشن، چون هم شبکه مفرده یه دونه است، هم آیدیا مفرده، اس نداره. ژاپن هم میتونه باشه، چون ژاپن هم مفرده، قصد داره بسازه یه بزرگترش. ما سه تا کلمه داریم که میتونه مرجع وان باشه. حالا راحت ترجمه کن، اگر ایده شبکه کار کند، ژاپن قصد دارد یه بزرگتر بسازه. یعنی ژاپن یه چیه بزرگتر؟ فارسیشو بگین. اگه این شبکه کار کنه، ژاپن میخواد بزرگترشو بسازه. یعنی میخواد یه چی بسازه؟ یک نت، یه شبکه بزرگتر بسازه. بیا این همون کنکور 98 که الان یه سوال ریدینگش هم زدیم، a new type of waste، یه نوع جدیدی از دوباره. این دو تا سوال بدون متن. دوستان اینا رو حال کنید، اینا نمونه نیستا. من متنفرم از اینکه آدم قانونی بگه که فقط تو دو تا سوال جواب میده، تو 20 تا سوال جواب نمیده. این در این خیانته به بچه است. جابری ایشالله بین بچه هاش خیلی حرمت داره، ایشالله. بریم. What does the word which refer to؟ حالا اینجا رو گوش کن، یه لحظه گوش کن، یه لحظه گوش کن. Who، whom، which، that به معنی که، نگاش کن، به معنی چی؟ که. Who، whom، which، that. پس تا اینجا راجع به مرجع ضمیر چی گفتیم؟ مرجع ضمیر معمولا قبلش میاد، از خود جمله یه جمله قبلتر شروع میکنیم. ضمیر مفرد، مرجع مفرد، ضمیر جمع، مرجع جمع. حالا یه نکته آخر گوش کن، این که ها همیشه به اسم قبلشون برمیگرد. این فارسی دیگه، پسری که یعنی پسره، شهری که یعنی شهره، کوفتی که یعنی کوفت. پس هو و هم و ویچ و دت ضمایر که بعد میخونیم، اینا تو گرامرتون هم یاد، ضمایر موصولی هن، اینا به اسم قبلشون برمیگردن. سوال کنکور بوده در 98 دوست من، ویچ به کی برمیگرده؟ اصلا میخوا چرا جمله میخونی؟ میتوکندریا جا بری، من نمیتونم بخونم میتوکند، من میخونم میتوچندری میتوچو. اصلا ولش کن، کوفت. ویچ به کوفت برمیگرده، حال کن. مرسی دوستم. میگه آرزو جان، میگه اینقدر تدریس عالیه که من ادوانس سم کلاس اومدم، نکته و تست نمادم، قربونتون برم، اینا لطف شماست در حق من، مرسی. سوال بعدی گوش کن، حالا دقت کن. دت، این اگه اون دته باشه، میگه دت به کی برمیگرده؟ اسم قبل داره، ریممبر فعله، به خاطر آوردن. پس این دت آنه، نه دت که. اگه دت که بود مثل هو و هوموویچ، به اسم قبلش برمیگشت. حال کن، گفته دت در پاراگراف دو به کی برمیگرده؟ به خاطر می آورد آن را برای ما. خب بریم بریم معنی کنیم. ای ریدر به خاطر می آورد آن را. خب ای ریدر چه چیز را به خاطر می آورد؟ نمیدونیم. از یه جمله قبل تر، We can make notes and we never forget what page we were on. بخونید. ما میتونیم نوت برداریم و هرگز فراموش نمی کنیم چه صفحه ای ما در آن بودیم. ای ریدر آن را به خاطر می سپارد. خب یعنی چی را به خاطر می سپارد؟ یعنی آن صفحه را به خاطر می سپارد. پیج. اوه. 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 بیا اینجا. ایت. ایت به کی برمی؟ با من باش. با من باش. ایت. سوال کنکور. دوباره نگاه. Do it more carefully، انجام بدهیم آن را سریعتر. از کجا شروع کنیم؟ جمله خودش. جمله خودش از کاما یا نقطه شروع میشه. بخونیم. مردم میتوانند انجام دهند خسارتهای را به طبیعت، گوش کن، و انجام بدهند آن را سریعتر. آن را یعنی چی؟ یعنی مردم خسارت بزنند به محیط. ببین یه بار دیگه، مردم، همه لغت ها رو تو به کمپلکس داری. مردم میتونن صدمه بزنند به طبیعت و انجام بدن آن را، یعنی صدمه بزنند به طبیعت. پس صدمه بزنند به طبیعت. ایت هم مفرد، دمیج هم مفرد، درست. آدرز، دوستان من، آدرز یعنی دیگران. جواب منو بگیدونم، آدرز اس داره، مفرد یا جمعه؟ حسین جان یه چایی بزنی. دیگران مفرد یا جمعه؟ جواب جمع 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 جمع. به من بگید ببینم. Some stressful situations، بعضی از وضعیت‌های پر استرس.
in our lives در زندگی های ما ناگهانی و مشکلن. دیگران ولی در زندگی اینجوریان. دیگران یعنی دیگرانش زندگی ها یا دیگر وضعیت ها. کدوم؟ دیگر وضعیت ها. others جمع situations جمع جواب جمع میشه بگو. چهار. فقط 30 ثانیه حوصله. چقدر هم تست میدن جابری، چقدر مرجع ضمیر میدن. آره من الان سوال دارم. اول، گام اول، دی مفرده یا جمعه؟ جمعه. جمله از قبل دی باید شروع بشه. به من سوال میکنم جواب. چرا لایو نشد؟ چون کامیار جان معنی نمیداد. دیگران تهدید کنندن یعنی دیگر وضعیت ها تهدید کنندن. مرسی از دوستان، مرسی از تو، مرسی رسول جان، قربونت برم. گوش کنین. دی جمعه، قبول؟ دی جمعه. مرجع دی از جمله قبل شروع کنیم. The new lighting systems. سیستمز میتونه چون جمع. Have improved the quality. quality اس نداره، نمیتونه. Life اس نداره، نمیتونه. Community جامعه اس نداره، نمیتونه. اصلا نیاز شد معنی کنیم؟ نه. نیاز هم بشه معنی کنیم، معنی میکنیم. راحته چون معنی رو اونجایی که مرجع ضمیر رو میخواد معنی رو تو بلدی. شک نکن. پس دی برمیگرده به سیستمز. اینجا رو حالا اینجا ببین چه نکته جالبی. نگاه کن چه نکته جالبی. میگه دی به کی برمیگرده؟ آنها جمع دیگه. قبوله؟ یه لحظه با من باش. از اول جمله شروع کنیم ببینیم کیا جمع. استادی مفرده نمیتونه. تو مانس اولدز دو ماهه ها میتونه. این میتونه. هو ور لیتر ایدنتیفاید از شاید چیلدرن بچه‌ها دوباره گفتیم میتونه. چون اینا همه اسمای جمعن دیگه. گفتیم مرجع ضمیر اسمه. ریاکتد ویت ساینز اینم جمع میتونه. سه تا جمع میتونن به دی باشن. دوستان من حالا راحت معنی کن. در یک مطالعه بچه‌های دو ماهه بعدن شناسایی شدن به عنوان بچه‌های خجالتی. واکنششون میدادن به علائم استرس وقتی دیور شون مجهول، وقتی به آنها نشان داده شد، یعنی بچه های دو ماهه بهشون نشان داده شد دیگه، یا همون بچه های خجالتی. بریم برمیگرده به بچه های دو ماه. وای دی جمعه، تو مانت اولزم جمعه. جا بری چرا به بچه های خجالتی بر نمیگرده؟ اینجا رو نگاه کن، چون میگه بچه های خجالتی به طور کلی. جا بری جنرال داریم، درس 1-12، درس 2-12، بچه های خجالتی به طور کلی نه، بچه های خجالتی دو ماهه. بچه های خجالتی دو ماهه. جواب 2. پرسیده عبارت دیز لنگویجز به چی برمیگرده؟ با من باش. این زبان ها، کدام زبان ها؟ دوستان ببین، نیومدم فقط گرامر بگم. ببینید تو گرامر لغت بعد میگم مست میشی، کلوز حل میکنم مست میشی، میدونن دوستان. حالا گوش، تو فقط بخون و بعد ایشالله دعا کن. ببین این زبان ها یعنی کدام زبان ها. خود جمله رو بخونیم. بعضی معتقدن تا سال 2100 بیشتر این زبان ها. خب کدام زبان ها؟ نشد، از یه جمله قبلتر باید بریم. در حقیقت تحقیقات لغت به لغت نشان میدهد که زبانها دارن میمیرن. پس این زبانها یعنی زبانهایی که دارند میمیرن. پس یعنی زبانهایی که دارن میمیرن. گزینه 2-4% راحت. چه خوراک. رفت دیرکت کوئسچنز که ما رو جلسه بعد. حالا با هم آماده سوال جواب کنیم. دوباره از کنکورا شروع کنیم. پس بچه‌ها با من باشین تو دورمین. دو تیپ سوال کار کردیم. سوالی که میگه موضوع مهد اول، سوال رو تشخیص دادیم که سوال تاپیک، مین آیدیای، مینلی کانسرند، سابجکت میخواد، تایتل میخواد، پرپس میخواد. سری گفتیم گزینه که مفردتره، یعنی گزینه‌ای که جمع نیست درست‌تره، یعنی گزینه‌ای که او ان داره. اگه به دو گزینه خوردیم یا بیشتر میریم اون وقت جملات اول پاراگراف ها رو میخونیم. نکته بعدی وقتی مرجع ضمیر رو میخواد از یه جمله قبل یا یه جمله خودش یا نشد یه جمله قبلتر شروع میکنیم. یاد باشه مرجع مفرد، ضمیر مفرد، مرجع مفرد، ضمیر جمع، مرجع جمع داره. خیلی خوب. حالا با من باشید. انسانی 99 که یه تستش هم زدیم. ببین امروز، ببین حالا نگاه کنید، ما با یک جلسه که تازه یه جلسه هنوز کامل برگزار نشد، امروز یک میخوایم با هم باشیم. متن اولشون 3 پاراگراف بوده. آقا ASSOA rise to create a school community every 2 weeks students attend a virtual school assembly. شما چی کار به این حرفا دارید؟ آره هر سال خیالم راحت تر میشه امیر حسین جان. What's the best title for the passage؟ بهترین عنوان متن چیست؟ با من باشید.
جواب منو بگید. بهترین عنوان من، بذار من اینجا دو رنگم رو پررنگ کنم. بهترین عنوان متن، یکم گزینه ها رو بخونید به من بگید که کدوما میتونه درست در باشه. A look at future, the model of Australia, school is a click away. یک و چار. سه چرا نمیتونه باشه؟ سه چرا نمیتونه باشه؟ بله یک میتونه باشه، سه میتونه باشه، چار میتونه باشه. نگاهی به آینده، مدرسه یک کلیک دورتر، یعنی راجبه، یا راجبه نگاهی است به آینده، یا راجبه مدرسه است، یا راجبه منطقه اوتبک. ببین یه بار دیگه، یا نگاهی به آینده است، یا مدرسه است، یا چی؟ منطقه اوت، یا اوتبک. خب حالا برم بخونم جمله اول پاراگراف اول. کشور استرالیا هست یه کشور گسترده، یه منطقه اوتبک داره. اینجا رفت به نفع گزینه چند بگو؟ چهار. ولی some lessons happen in real time، رفت به نفع گزینه چند اینجا بگو؟ سه. رفت تو مدرسه. حالا پاراگراف آخر، ASS try to create a school، چه کلمه ای داره تکرار میشه بگو؟ school. به من بگید پس جواب، وقتی سه پاراگراف جملات اول خوندیم کدوم جواب؟ بگید 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 بگید. سه. ماشاءالله. من میخوام روش برخورد معلم رو ببینی. معلمه نمیاد از قمت رو بخونه ترجمه کنه سوالو بزنه که تو کنکور این کار رو نمیتونی بکنی. بریم بعدی. سوال موضوع مت نداره، یه سوال دیگه. دوباره what does the passage، سوال گوش کن. mainly discuss، مت عمدتاً درباره چه چیز بحث میکنه؟ من منتظر شما. how destructive earthquakes، زلزله های مخرب. Why our knowledge of earthquake is incomplete، چرا دانش ما ناقص است؟ complete کامل، incomplete ناقص. One way، یه روش که میتونه استفاده بشه. History of scientific study of when earthquake happened، به من بگید که من underline کردم. جواب چیه بیشتر یا چی و چیه؟ بگید جواب سه و چار. باری کن. One way مفرده، history هم تاریخچه است، درسته. حالا بعدها دوستان میدونن، اونا که کتاب گریز از متن منو خوندن، جواب به نفع سه از همین الان بهتره، چون کن داره. یادگاری جابری توی ریدینگ ها، گزینه ای که میو کن داره دوباره 90% درست. نه یادگار. سلام بر عرفان عزیز. حالا بریم ببینیم چیه. حالا به من یکی میتونه بگه یک چرا رد میشه؟ جواب یک چرا رد میشه؟ بگید یک چرا رد میشه؟ جمع. دو چرا رد میشه؟ دو چرا رد میشه؟ بار منفی داره، ناقص داره. سه گفتم چرا مثبت تره؟ چون کنه، کنمه یادگاری ها. حالا بریم ببینیم تاریخچه زلزله رو میگه. اصلا یه پاراگراف بیشتر نیست. وقتی زلزله میخورد به یونان قدیم فلان، وقتی مت یک پاراگرافه بنویسین جمله اول و جمله های آخر. کی؟ وقتی متن یک پاراگراف. وقتی مد چند پاراگراف بود؟ جملات اول پاراگراف ها. حالا میریم ببینیم جملات آخر رو چی میگه. جملات آخر میگه not as similar، همه زلزله ها شبیه هم نیستن، هر زلزله ممکن است روش خود را داشته باشد، پس حیوانات هن که زلزله را میفهمند. سلام بر احبه، چه کلاسی شده امروز، مرسی، مخلصیم، قربان شما. خب بله، پس راجب تاریخچه زلزله روش مطالعه علمی نیست، راجب حیوانات و اینا داره حرف زنه، راجب یک روش که استفاده میشه برای زلزله. کسی میتونه به من اگه کتاب گریز از متن منو خونده بگه گزینه سه یک کلمه دیگه هم داره که به شدت گزینه سه رو درست میکنه؟ به شدت. گفتن بعضیا سام. سام میدونید عشق جابریه. سام، بذار هایلایت هم اینجوری کنم. سام باری کلا. بچه چه حالی دارید؟ چه حالی دارین که روز کنکور رنده میکنیم سوالا رو با هم؟ من بهتون قول میدم از هر چهار تا سوال دو تاشو بخوایم بریم تو مت، اونم فقط خودمون سوال رو میریم چک میکنیم. همین. نه پردیکت مهم نیست، پردیکت مهم نیست، فقط دوره کن. با دوره 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 یادت باشه، دوره 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 دوره. بریم بچه. حالا اینجا سوال بچه چند تا هنوز متن نخونیم، سوال اولو که زدیم بچه. سوال 98 بابم باشه. کلمه فیلی در متن از نظر معنی به چی نزدیکه؟ وقتی هم میفهمیم سوال یکو میخونیم میفهمیم متن راجع به زلزله است.
آدم فیلی میکنه یا یه حیوان فیلی میکنه یعنی چی؟ ببینید فیلی میکنه. تو کتاب که نداریم فیلی رو. آره؟ حالا جملهشو بخونید. جملهشو بخونید. میگه قبل از زلزله before the quake، قبل از زلزله حیواناتی مثل مار و فلان و فلان و فلان فیلی میکنن. چیکار میکنن فارسیشو؟ فیلی میکنن چیکار میکنن؟ وقتی زلزله میخواد بیاد فیلی میکنن، فرار میکنن، فرار میکنن. وای شماها چقدر خوبید. فیلی میکنن، فرار میکنن. اصلا میفهمی اسکیپ فرام جا بری درس بدی؟ آره، اسکیپ فرام ریالیتی درس میدم، فرار کردن از واقعیت. اسکیپ فرام جاستیس، فرار کردن از عدالت درس میدم. اینا رو چه نکته ها بگم از هفته بعد. امروز وکبو شروع نکردم دوستان، میدونن جابری میترکونه تو معنی. برو سوال 100 رو بریم با هم. سوال 100 رو بریم. کلمه ویچ که در متن به کی اشاره میکنه؟ میگفتیم هو هومو ویچ به معنی که به کی برمیگردن؟ به کوفت قبلشون. آره؟ الان یه ویچ پیدا کنیم تو متن. ویچ only some of which، اسم داره قبلش نه. یکم بریم به سمت چپ، اسم سیگنالز. اوه سیگنالز. بچه ها چه حسی دارید که 3 سوال کنکور 1400 از 4 سوال بدون متن؟ اینا لطف خداست. چون شاگرد دیدم میگه آقا اول متن رو تون میخونم. When an earthquake hit the ancient Greek cities of... بچه همینجا این بورا و هلیکر میره کف میره. BCC does reports claim that they were empty of animal in the day before the quake. Rats. Whistles. به شما چه؟ Rats چیه؟ Whistles چیه؟ Fling. There are many such stories of apparently clairvoyant. آقا تو clairvoyant بلدی پیشگو؟ Apparently میدونی؟ نباید هم بدونی. امروز از این دفترچه 4 تا سوال 16 درصدش رو زدم. 16 درصد. 8 جلسه کار داریم. بعد جلسه ها 20 درصد کنکورا رو کلا میگم. تو فقط دوره کن. بله. بریم بعدی. انسانی 99. میخوام برم ریاضی 90. تازه امروز گفتم کلاس رو نمیخوام زیاد بگم، زیاد گفتم. برم با هم بریم. کجا رو گفتم؟ ریاضی 99. ریاضی 99. ریاضی 99. ریاضی 99. پسیج 1. دو تا پاراگراف داده. سوال یک متن سختی هم بود. حالا ولی تو بگو. What's the subject of the passage؟ موضوع متن چیه؟ بیایم بالا. موضوع متن چیه؟ با هم کار کنیم. Differences، importance، اهمیت حرکت، recognition از recognize میاد، تشخیص، یا emotions. فعلا بگید که جواب یا چیه یا چی؟ جواب یا چیه یا چی؟ یا دو یا سه؟ وای، یا دو یا سه. پس جواب یا اهمیت حرکات بدنه یا تشخیص حالت چهره. تشخیص حالت چهره. حالا بچه من این سوال از شما بکنم. به بچه ها میگم بعضی وقتا اگه یه سوالی رو فهمیدین جواب دوتا، صورت سوال بعدی رو بخونید. الان من میگم که گوش کن، من میگم بعد از اون سانحه خلبان زنده بود یا مرده؟ خب حالا گوش کن، یا زنده بود یا مرده. حالا سوال بعدی، خلبان چطور تونه زنده بمونه؟ خب تو سوال قبلی زنده بوده. پس بالاخره جواب یا دو بگو یا سه. حالا نگاه کن، دو تا راه داره، یا دو یا سه، یا راجع به اهمیت حرکات بدن یا شناختن فلان. بریم جملات اولو بخونیم. نوعی از پرنده به نام پیژن، کبوتر، تونسته recognize human facial، تشخیص بده. خب پس معلوم شد راجع به تشخیص حالت چهره است. یعنی گزینه چند درسته؟ یعنی بگو گزینه یه، بگو سه. حالا یا یه چیز دیگه، سوال بعدش رو بخون. مد میگوید که این اعتقاد که پرنده ها میتونن تشخیص بدن حالت چهره، پس مد راجع به recognize facial expression. همه اینا رو هم درس میدم، تو فقط بخون. پس معلومه مد راجع به تشخیص حالت چهره است. اصلا سر مد کلا بذاریم. متن دو، 1, 2, 3, 4 تا پاراگراف. سوال اول، متن احتمالاً ادامهش چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ هیچ کدوم اینا رو ما نخوندیم هنوز. این نداشت سوال مرجع یا سوالی. بریم بعد از ریاضی 99 تجربی 1400. جابه رو همراهی کنید. تجربی 1000. ببین خوبه؟ همه رو دارم حل میکنم ها. همه رو استثناء خالی میشه. متن اول یه پاراگراف، دو پاراگراف، سه پاراگراف. What does the passage mainly discuss؟ متن عمدتاً درباره چیست؟ اول به نظر چیا میاد؟ به من بگید. کلاب منیجرز کدوم قطعاً هست میشه؟ importance جمع نیست، relationship جمع نیست، accomplish change. حالا اینجا یاد بگیرین.
جواب قطعاً چند جواب چند نیست. نه اول بگی چند نیست. دو حذفه باریکلا. ولی یکی ایراد داره. بچه‌ای که گریز از من خونه حال نخوندن خودم دارم می‌نویسم. هرگاه تو گزینه کامپلیتلی گوش کن. توتالی ابسولوتلی اینا رو بگو، یعنی ببین اینا چیه، گوهرن. توی ریدینگ، تو هر سوالیا، نه فقط موضوع من. کاملا بود، اون گزینه جواب نیست. اون گزینه جواب نیست. بهش میگیم گزینه های اکستریم در زبان شناسی، گزینه هایی که بی نهایتا جواب نیستن، چون کاملا اطلاق داره، یعنی همه موارد درست نیست. مثل که بگیم ایرانی ها کاملا باهوشن، کجا بعضی ها بیهوشن، کلاب که میره، اینم با کامپلیت میره. قبول کنید جواب اینه، یا اهمیت خواب در ورزش های حرفه‌ایه، یا رابطه بین خواب و جراحت. دوستان به عقلتون رجوع کنید. بچه ها میدونم من از عقل خیلی استفاده. دوستان میشه بین خواب و جراحت ورزشی رابطه باشه؟ جواب سه باری کن. اولا جراحت بار منفی داره، جراحت به گبار منفی داره. به عقلم جور در یه مد بنیسن راجع به رابطه بین خواب و جراحت ورزشی. مثلا 6 ساعت بخوابی پات میپیچه، 7 ساعت بخوابی زانوت میپیچه. آخه یعنی چه؟ باری کلا اونلیو نبرم غلطه، باری کلا توتالیو پرفکتی هم غلطه، باری کلا کامن سنس عقل سلیم. چی شدن این بچه ها؟ دوستان سوال 95 رو ببین. کلمه ساپلای تأمین کردن تو درس 2-3-12 میخونیم. ساپلای یعنی فراهم کردن، با کدوم گزینه برابره؟ پروواید. جابر اینا رو میگی، اینقدر لغت درس میدم از حال میرید. نم تجربی هستن، این هنوز متن ندیده. دوباره یه پاراگراف، دو پاراگراف، سه پاراگراف. حالا اینجا یه چیز جالب آوردم. متن عمدتاً راجع به چیست؟ خوب گوش کن. آها، از اون جمله مواردیه که موضوع متن رو میخواد، اما همشون جمعند. How education will change in. این یکی جمع نیست، اما اهو انم نداره. پس جا بری بیچاره شدیم. یکی اینا ربات های در آموزش. یه چیزی امروز میگم، جایی نگید فقط، به کارم نبرید همش. اگه به هیچ راهی نرسیدین جواب بدید. پارسا تو همایشا گفتم ترکوندم بچه ها. ربات ها در آموزش میتونه یه متنی راجع به ربات در آموزش باشه. چگونه ربات ها با انسان ها ارتباط برقرار میکنن؟ میشه انواع مختلف معلم های رباتی، انواع مختلف. خب دوستان وقتی ما یک رو بزنیم سه رو در بر میگیره دیگه. باری کلا برهان لو داد جابری رو. گفت جابری گاهی میگه یک کوتاه جوابه. اینو کلا پس ذهنت بذار، نری روز کنکور هر چی یک کوتاه بزنی، ولی اگه به هیچ جوابی نرسیدی یک کوتاه رو بزن تو مخت. یک و چهار کوتاه اینو بذار تو مخت. باری کلا حالا گوش کن. پس من یک سه رو در بر میگیره. حالا یه نکته میخوام بگم، بار اول توی نکته و تست میگم، فکر نمیخوام تو گریز از متن نوشته باشم. معمولاً how و why در موضوع متن جواب نیستن. نه همه جا، بگو در موضوع متن. بار اول اینو میگم، در موضوع متن how و why معمولاً جواب نیست. پس آقای جابری من از روی جواب فهمیدم بین 1-2-3 فهمیدم اگه 1 رو بزنم 3 رو در بر میگیره، 2 هم how، پس جواب میشه ربات ها در آموزش. من برای که مطمئنشم چیکار کنم اینجا، چون شک داشتیم. برو بخون، برو ببین آیا راجع به ربات ها در آموزش صحبت کرد. من فکر کنم ربات ها میتونن هر کاری بکنن، احتمالاً مثل دکترها و معلم ها. پس ربات ها آموزش، دوباره اینجا بحث از آموزش میکنه، درسته؟ باز اینجا دوباره بحث از یک ربات معلم میکنه. وای، پس ربات در آموزش، درسته. دوستان شما نمیدونی سخت ترین سوالا رو جواب میدین ها. دوستان کلمه دیاگنوز در پاراگراف 1 به چه معنیه؟ من الان سوال از شما میکنم، جملهش اینه: دکترها بیماری ها رو دیاگنوز میکنن. دکترها بیماری ها رو دو کار میکنن. چی کار میکنن دکترها بیماری ها رو؟ یا چی میکنن یا چی میکنن؟ دکتر بیمار رو یا تشخیص میده یا درمان، یا تشخیص میده یا درمان. بیا ببینم، یا تشخیص میده یا درمان. اون وقت من دیدم گوش کن، معلم میاد میشینه یک ساعت میخواد تک کار کنه. بابا تک کلا 3 تا سوال تا حالا اومده، ریدینگ 8 تا سوال هر سال میاد. یا تشخیص یا درمان، یا تشخیص یا درمان. بزنیم تشخیص. ماشالله بریم داریم. امروز چه روزی شد؟ ریاضی 1400. خسته نشو منو با من باش. ریاضی سلام. آقای خجسته کارت دارم، بعد زنگ تفریح ساعت یه 10 دقیقه دیگه بیا کار. بذار الان کارمو بهت بدم. اینا رو بده، کپیش هم به من بده، دستت درد نکنه. مرسی. خب بچا بیایم اینجا. متن اول یه پاراگراف،
گوش کن، دو پاراگراف، سه پاراگراف. سوال اول، سوال اول جواب بگو ببینم. What is the author main purpose؟ هدف نویسنده در متن چیه؟ وقت میدم تو 30 ثانیه بگو. Introduce a particular event to compare some fun activities. اکتیویتی جمعش سامو خیلی خونسا میکنه. The trace the origin of the فلان to describe some ways of saving energy. جواب یک. دوست داری برو جملات اول پاراگراف رو معرفی یک رویداد خاص بوده. معرفی یک رویداد خاص. خب دیگه چی؟ بریم اینجا. دوباره جمله اول. بریم. What does the passage mainly discuss؟ چه متنی هم بود یادمه. متن عمدتاً راجع به چه چیز بحث میکند؟ Features، ویژگی ها. هر کوفتی که هست جمعه. An endeavor، تمام. An endeavor. ماشاءالله. هی بگو ماشاءالله. بگو ماشاءالله انسانی 1400. انسانی 1400. Brainstorm list افلان افلان افلان. بریم. دوستان من به من بگید ببینم هدف از نویسنده در این متن چیه؟ Why doing activities؟ چرا جواب نیست؟ به دو دلیل. یک، activities جمع. دو، بگو why معمولا جواب نیست. آنچه انسانها را خوشحال میکند. مفردم هست. جابری از کجا فهمیدی مفرده؟ فعل که استاره مفرده. عجب. اسم وقتی استاره جمعه، فعل وقتی استاره مفرده. فعل ایز چرا مفرده؟ چون استاره. واس چرا مفرده؟ چون استاره. هست چرا مفرده؟ چون استاره. فعل ورس چرا مفرده؟ چون استاره. ریزنز جمع، ایفکت جمع. بچه ها احساساتتون رو به من بگین. کانون رو ولش کن. کانون برای که عزیز من آزمونی مثل این ببین کنکور تافل آیت برو تافل آیت همه اینا جواب میده. داریم میبینیم دیگه. من که انتخاب نکردم که. برو بریم. کلمه ریکوایر درس میگه ریکوایر به چه معنی؟ اصلا هنوز متنم نخوندیم ما. هنوز متن ریکوایر درس 3-12 میخونیم نیاز داشتن نید. متن بعدی. هدف اصلی نویسنده. هدف نویسنده در متن چیه؟ توضیح دادن قوانین بازی. جمعه. To compare netball and walking. مقایسه این و این. میتونه. To give information about وای. بچه هایی بگید وای. بریم من یه متن دیگه هم بگم. تموم شه. دو تا متن مونده. هنر نه سه تا مونده. هنر 99. پس یادتون باشه مون تا هنر 99. جلسه بعد حل میکنم. تا هنر 99 و هنر 99 و هنر 400 و چیمون؟ هنر 99 و هنر 400 و تجربی 99. اینو حسین جان یه جایی مینویسی برای من؟ قلم داری؟ بنویس هنر 99، هنر 400، تجربی 99. بچه به من واکنش بدید. کلاس داره تمام میشه. به من واقعا شما میخوام توضیحات تمام بدم. سری دقیقاً بنویس هنر 99، هنر 400، تجربی 99. خب دوستان من قربونتون برم. خیلی امروز حال کردیم. دوستاتونو دعوت کنید نخود تست بیان با اینکه کلاس وحشتناک زیاده. کاراتونو بنویسید به ترتیب. کاراتونو بنویسید. یک. خواندن واژگان به کمپلکس. نشو درس 1، درس 2 از این لوس بازی‌ها نداریم. خواندن واژگان به کمپلکس 900 فعلا. به کمپلکس 900 تا هفته آینده میشینی میکشی خودتو حفظ میکنی. قربونتون برم. کار دوم مرور نکات گفته شده جلسه اول. مجهول موضوع متن، مرجع ضمیر مجهول. کار بعدی درس 1 کتاب تستینو که باید بگیرین. درس 1 تست های معلوم مجهولش. همه مجهول نیست، قاطی داره. تست های معلوم مجهول رو حل میکنید. بچه ها بنویسین. ندرتن بعضیاش خارج از عمومی تو منحصرا زبانیه، اما نگاه کنید جواب. کار بعدی با روش نگاه کردن به گزینه ها. اول گزینه رو میبینی، مجهول رو تشخیص میدی، استوی رو تشخیص میدی، شدن رو تشخیص میدی فلان. ولی اول لغت ها رو گفتم حفظ کنی، بعد میری معلوم مجهول میزنی. یاد باشه. کار بعدی بنویسین درک مطلب های درس 1-12. سوال موضوع یا سوال مرجع یا سوال کلمه رو حل میکنید. اگه داره درک مطلباش، سوال موضوع، سوال کلمه، سوال مرجع رو حل میکنید. بنویسی آمادگی برای آزمون. گرچه خانم تبکر دوستان من بنویسید کانال تلگرام عضو میشید.
هر ایرادی دارید از خانم توکلی، ادمین بسیار عزیز با سواد و مهربان و کوشا و هارد ورکینگ ما، سوالاتتون تو کانال تلگرام ایشون داده اونجا که چجوری با آیدی ایشون بتونید باشون ارتباط تلگرامی داشته باشید، سوال میکنید، ایشون کارا رو یه بار براتون توی کانال حتما میذاره. تو کانال زودتر عضو بشین، خواهشم اینه. ما هفته آینده بنویس برای آزمونم آماده باشین. من اینا رو از روی پنل جلسه بعد برمیدارم بنویسین همه جو... ببین دو تا جزوه باید ببین از دفتر فنی مرسدس. من دفتر فنی مرسدس رو تو استوری کردم کانال من. بیان توی صفحه من دی آر علی رضا جابری، دی آر علی رضا جابری به انگلیسی، بازم استوری میکنم. حالا میخواین بازم من بنویسم، اصلا تو اینترنت گوگل برین تو سایتشون دفتر فنی مرسدس پکیج نکته و تست، یکیش جزوه است بنویس، یکیش جزوه است که کتاب تستینو. دوستانی که نمیخوان فیزیکال جزوه رو بگیرن اینو سری پرینت بگیرن. من اینا رو جلسه بعد برمیدارم بنویسین. به کمپلکس رو دیگه برمیداریم، به کمپلکس رو برمیداریم، واژگان مکمل رو برمیداریم، پراسپکت ورد هم برمیداریم. فعلا قرار شد که به کمپلکس رو کامل حفظ کنید. قربونتون برم، همه رو هفته بعد هرچی مود با هم حل میکنیم. قربونتون برم، قربونتون برم، با هم خداحافظی کنیم. سلام به پدر مادرتون برسونید، مواظب خودتون باشین، رابطتون رو با خدا صمیمی‌تر کنید، سریع و دقیق و عمیق درس بخونید. خدا قوت، چه کلاسی شد امروز به لطف خدا، واقعا ترکید کلاس. الحمدلله الحمدلله. بای 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 بای. من و حسین از شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ حسین جان، خسته نباشیم.